اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت، انشاءالله که هرچی به خوبان و اولیاش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما هم عنایت بفرمان. من بوتاکس نکردم، زنبور زده. کلی دوش آب سرد گرفتم که پف صورتم بخوابه. این یه چشم که کلا بسته بود تا دیروز صبح بود دیگه. حالا یه ذره از این یخا زدیم باد کرده، یکی ما رو دید گفت آقا جو. گفتم عزیزم زنبور زده. چیز آره، می‌خواستم عکسشو منتشر کنم، گفتم میترسن الان میگن این چه قیافه‌ایه. ما نیش زنبور نوشه، چیز بدی نیست، ولی حالا دیگه پف میکنه یه مقدار آدم. خب ما حاضریم سوال جواب بدیم. آره بگین سوالا رو بگین بعد. سلام، معذرت میخوام، یه بار فرمودیم که حال خدا نسبت به بنده هاش عوض نمیشه. بله. چون تغییر در بی نهایت معنی نداره. بله. بعد یه فرات از دعای کمیل هست، نمیدونم عربیشو بخونم یا فارسی، میگه مکان اللهم به عزت کلی فی کل الاحوال رعوفا و علی فی جمیع الامور عطوفا. احوال من نه اون. میگه خداوند به حق ارجمندیت با من همواره مهربان باش. دیگه اون که همواره اگه مهربان باشه، نه اون به فهم خودم رو دارن. اولا دعای کمیل مال مثلا میگن مال جناب مثلا خضر، حالا یه مقامیه، خضر شاید هم آدم نباشه، این یه مرتبه ایه. فهم ما اینه، ما فکر میکنیم که الان شما نها کن، شما فکر میکنی عالم تغییر میکنه، درسته؟ با اینکه عالم ثابته، چیز تغییر نمیکنه. گفتیم تصاویر تو عالم ثابتن، اون که تغییر میکنه احساسات ماست. خب اون که داره مدام در حال تغییر احساسات ماست. میگه در همه حال بر من مهربان باش. نه مهربان هست، من بفهمم که مهربانه، من بفهمم مهربانه، حالا مثلا یه چیز دیگه میشه. شما فکر میکردی بابات از تو خوشش نمیاد، بعد الان فهمیدی نه از تو خوشش میاد، تمام رفتاراش تغییر میکنه تو ذهن شما، مثلا حال شما عوض میشه، تلخی شیرینی میشه. شما نها کن، یه بار یکی بهت میگه برو گم شو بابا، برو گم شو بابا یعنی چی؟ زرنگ باشی میگی کی به کی بگه؟ اینا که بلد نیستم مثلا میگه، یعنی خیلی حرف بدی، یعنی برو گم. میگه آقا صبر کن، کی به کی میگه برو گم شو؟ عاشق به معشوق بگه یعنی از جلو چشم جوم نخور، یعنی میمیرم واسط، یعنی خیلی دوستت دارم، یعنی اصلا یه ثانیه دروتو نمیتونم تحمل کنم، یعنی خیلی واسه من شکری، خیلی قندی. آره دشمنت اگه بهت بگه یه معنا میده، استادت بگه داره باهات شوخی میکنه، بابات بگه معلوم چی گندی زدی فهمیده میخواد گوشتو بپیچونه، مامانت بگه معلومه ذره نگرانت، بستگی داره کی بهت میگه. حالا یه دفعه بهت بگن آقا جون ببین تو هر حالی داشته باشی اون از تو متنفر نمیشه، حتی اگه بیخ جهنم باشی این باعث نمیشه برگردی بفهمی دوستت داره، بفهمی عاشق. بعد حضرت امیر تو مناجات شعبانیه چی میگه؟ میگه لیس لی حول فانتقل به ان معصیتک الا فی وقت ایغثنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت. من یه وقت اونی میشم که تو میخوای، یه وقت میتونم بی خیال گناه بشم وقتی منو بیدار کنی با این که من بفهمم تو منو دوست داری. در اصل دعا کمیل واقعیتش میشه شکایت خودمون به خدا، ظلم تو نفسیه. آقا من به خودم ظلم کردم، رفتم من بعضیا میان میگه مثلا میگه آقا یه نسخه به ما بده، میگه من نسخه بلد نیستم بدم. نسخه چی؟ میگه نه من مثلا میخوام مسیر فلان برم. میگم باش نسخه رو ولش کن، بیا هر چی میفهمی درسته بهش عمل کن، مثلا نسخه نمیخواد، اون چه که میفهمی درسته، خودت میفهمی درسته، هم با عقل خودت با فهم خودش عمل کن. من میدونم نمیتونه، میره هفته بعد میاد پکر میگه آقا نمیشه اصلا. میگم ها هنوز هم چیزی، میگم نه حالا یه ذره بیشتر تلاش کن
بذار قشنگ بره خودش قشنگ ناامید بشه بگه آقا من نمیتونم. میگم حالا شکایت خودتو برو به خدا بگو، هر شب پاشو بهش بگو، بگو بابا خدای من چه جوری ام، من میفهمم غلطه باز انجام میدم، میفهمم اشتباس باز میرم، ضربه میخورم باز ادامه میدم، اگه سوراخ 2 میلیارد بار نیش میخورم، آخه یعنی چی؟ این چه حالیه من دارم، این چه وضعیه من دارم؟ میری شکایت خودتو میکنی به اون، چون اول همه میان کتاب باز و آقا نسخه رو بده ما بریم، آقا ما فلانی، ما چی، من گاه مثلا میتونه، نه آقا تو نمیتونی، ما هیچ که نمیتونه، باید اون کمک کنه، باید بری مطابق، باید واقعی ازش بخوای، تا وقتی تعارف میکنی نمیشه. برای همین من میگم بذار بره قشنگ بفهمه که نیست، نمیتونه، قشنگ واقعی بیاد بگه بابا من نمیتونم. دیدی الان مثلا یه در تو خیابون میگیرن، پلیس مولیس میگیره این معتاد رو میبره کمپ اجباری، مثلا ما اصلا کمپ اجباری قبول نداریم، میگن فایده نداره، طرف اومده مثلا میخواد بیا تو انجمن، میخواد نمیدونم بره چه میدونم بشه همین مثلا ان ای میخواد بره، میگه آقا اگه خودش بیاد به زور و بریزیم تو خونه بپیچیم تو پتو، قبلا این کارو میکردن، یارو میبستن به تخ میبرد یک بساتی، جواب نمیده، خودش باید بیاد، خودش باید از خودش خسته بشه، اختیاری بیاد بره سمزدایی، بعدم خب مخش میاد مثلا میشینه تو انجمن تو کنگره هر کجا میشینه مخش هم درست میشه، میگه چی میگم؟ پس این قضیه اینه، اون احوال ماست نه احوال اون. خب دیگه چی؟ اولین باره یکی میگه به نام خدا. خب از گیلان اومدم به خدا، اگه ما فرق گیلان و مازندران رو بفهمیم جفتش واسه ما جذابه، ولی مثل که فرقایی داره نمیده باشه. 90% فایل یوتیوب تو رو کامل دیدم، هر کدوم 3-4 دفعه دیدم، هیچ سوالی ندارم، یعنی کامل انقدر توضیح دادیم که اصلا سوالی پیش نمیاد. صحبت اینه که دوستانی که سوال دارن و سوال برشون پیش میاد قطعا اونجوری که باید شاید گوش نکردن. من فقط این موضوع رو میخواستم بگم که من همش اینجوری نیست، ولی من میدانی تحقیق کردم این نمازی که افراد میخونن، اول از همه که خوندنی نیست، مثلا تو قرآن نگفته بخون، گفته ادا کن، اقامه کن، اقامه حالا ادا کرد، اصلا هیچ جا یک کلمه در مورد خوندن نگفته. بعد برمیگرده میگه که میفرسی از افراد، میگه چرا مثلا باید بخونی، میگه آقا مثلا از پیامبر باید تبعیت کنی، اینا جزئیاتش تو قرآن نیومده، در حالی که ما تو قرآن گوشت خوک داریم، یعنی صریحا تاکید کرده گوشت خوک، این چه جزئیاتیه؟ و از اون بعد یک صفحه، یعنی طولانی ترین آیه قرآن در رابطه با قرارداد، جزئیات کامل اون ارثیه رو نوشته. بعد اکثریت کسایی که سوال می‌پرسی میگن که آقا جزئیات تو قرآن نگفت، اگه جزئیات نگفت این همه جزئیات پس چی؟ این در رابطه با بحث نماز که اینقدر مثلا میگن نماز خوندنی، اول از همه خوندنی نیست، اگه قرار بود خوندنی باشه حضرت موسی حضرت عیسی نوع نماز خوندنش اصلا با هم فرق داشت، اصلا کلن ارتباطشون با خدا متفاوت بوده. چیزی که من تو این 4 سالی که دارم تحقیق میکنم بهش رسیدم اینه که نماز کلن یه موضوع متافیزیکیه، یعنی یه موضوع قلبی، دلی، حالیه، اصلا موضوعی نیست که بهش شکل بدی، اصلا شکل بدی از حالتش خارج میشه، از اون ارتباطش خارج. یکی دوست نظرات شماست دا. آره نه من میخوام بگم که اون چیزی که من از صحبت شما درک کردم کاملا این موضوع دلیه، یعنی موضوع متافیزیکیه، موضوع عملیه. بعد موضوع تحقیق که من میدانی کردم، افرادی که نماز میخوندن بهشون گفتم آقا شما 30 سال داری نماز میخونی دیگه، روزی 10 بار داری میگی یا کن عبادت و یا کن استغفار، یعنی من تنها خدا رو میپرستم و تنها از تو یاری میجوام. بعد اینی که تو میگی یه عده که اصلا معنیشو نمیدونه، یعنی کلا نماز عربی دارن میخونن، یعنی اصلا نمیدونه داره چی میگه، یعنی الان مثلا ما تو رزمه میگیم آلی کودو گذاری ماشدار، الان از این طرف نمیدونه، خب شاید این فوش باشه، این میشه من متشکرم. خب تو وقتی نمیدونی یا که نبوده و یا که نستنی چیه تو نماز، خب چطور میخواد درکش بکنی؟ بعد این موضوع رو وقتی من رفتم دیدم، حالا اونایی که تازه معنیشو میدونن، بعد میگی خب تو الان بعد 30 سال حساب کردم دیدم 100,800 بار تو داری میگی من تنها تو رو میپرستم و تنها از تو یاری میجام. خب اگه تنها منو میپرسی و تنها از من یاری میجویی، چرا انقدر تو دلت ترس داری؟ چرا انقدر ایمانت به مردمه؟ چرا مثلا تو دلت میگی که منافات داره این که از خدا بخوای یا این که مرد از مردم بگیری؟ نه صحبت اون ایمانه، ایمان به مردمه، ایمان به شما. فرض کن که من دارم میگم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، من از تو یاری میخوام،
این منافات داره با اینکه مثلا به یکی میگم آقای چای به من بده، یا مثلا میرم اینجا کار میکنم حقوق میگیرم، یا به کسی مثلا یه کاری برای من انجام میده کمکی میکنه، منافاتی داره. این درخواست صحبت این که من ایمان داشته باشم، مثلا طرف برمیگردم بهش میگم من کار تو را میندازم، مثلا من ایمان دارم به که اون کار من را بریزه، در حالی که دارم به خدا میگم خدایا من به تو ایمان. بعد اگه مقرر بشه، اگه شما دقیق نگاه کنید تو عالم همه کارا رو اون داره میکنه دیگه، افراد نیستن که اونه. خب میگم منافات نداره، ایا که نبود و ایا که نستعین، با اینکه دنیا داره اسبابه این منافات نداره، چون در اصل اون داره کارو انجام میده. ظاهرش اینه که میگه بابا هو رزاق، هو رزاق یعنی فقط کار اونه. متأ شما مگه حقوق عیجا نمیگیدی؟ میگه بابا حقیقتشو ببینی کار اونه. خب این ظاهرشه، اما این ظاهره منافات نداره با اون حقیقت دیگه. خب میگم مفهومش این نیستش که گور پدر همه. خب یارو گدایی میکرد میگفت سگ کی باشی به من کمک کنی، گفت کمک نمیکنم، گفت سگ کی باشی کمک نکن. آقا تو قرار نیست بی ادبی کنی به همه. بله در حقیقت هیچ کی بهش کی کمک نمیکنه، اون همه کاره اونه، اون داره لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کاره اونه. بله همه کاره اونه، درسته، این حرف درسته. اما این منافات با این نداره که این چیزی که داری میبینی این آدم داره به تو کمک میکنه. بعد به شما گفتن من لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق، گفتن از این واسطه تشکر کن، با اینکه کاری نیستا، ولی بالاخره واسطه بود یا نه؟ جوبیه که آب رسونده به مزرعه، آب اصلا یه جا دیگه اومده، این فقط جوب بوده. میگه باشه از این تشکر کن، اشکال نداره، این تو رو بالا میبره پایین نمیبره. درسته من میفهمم رزاق یکی دیگه است، اما این به این واسطه این رزق رو رسونده، این واسطه محترم است به خاطر اون رزاق. میخوام بگم اینا منافات نداره، وقتی حرفای جور نشه که انگار مثلا گور پدر همه، نه اون یه داستان دیگه است. نمازم میتونه شکل پیدا بکنه، اتفاقا یه هنره که شما مثلا تسبیح و تقدیس که یک امر قلبی است، یه مقام، اینا یه مقام، اینا اصلا یک کلام نیست، یه مقام باید بهش برسی. بعد جذاب اینه که هیچ ربطی به داستان خدا نداره، انگار قدش بلنده. شما در اصل وقتی حمد خدا میگی داری حمد کیو میگی؟ حمد خودتو میگی. یه برج بی نهایت رو فرض کنید، پریدی بالا میگی آقا 20 طبقه رو دیدم. چی دید 20 طبقه رو؟ تو دیدی. این حمدی که میگی حمد خودته، انگار قدت بلند شده 20 طبقه رو دیدی. شما حمد خدا میگید در از حمد خودتونو میگید، ماده خورشید مداه خود است، خودتو داری میگی، برای همین مقامه، برای همین مقام توه. اگه حمد یکی دیگه از چه ربطی به تو داره؟ اما حمد یه مقامه اگه بهش برسه کسی، تسبیح یه مقامه اگه کسی بهش برسه. میدونی چیه؟ یه درخت بی نهایته، این پریده 100 تا شاخهشو دیده، داره میگه 100 تا شاخه فلان درست، داره پرش خودشو میگه، اونو که نمیتونه بگه، این اندازه پرششو داره توضیح میده. پس در اصل داره کیو میگه؟ خودشو میگه. پس حمد تسبیح در اصل حال خودتو داری میگی، مقام خودته. این به شکل در اومدنش بستگی به فرهنگ داره، این که حضرت موسی یه مدل دیگه بوده، حضرت مسیح سلام الله علیه یه مدل دیگه بوده، حضرت رسول یه جور دیگه بوده، اون بستگی به فرهنگ داره. خضوع خشوع تو فرهنگ‌های مختلف شکل‌های متفاوت داره، بر اساس این اینا یه حرکتی رو درست می‌کردن که اون خشوع رو به ذهن متبادر بکنه، نزدیک بکنه. این میخوام بگم منافاتی نداره با اصلش، همشون اهل عبادتن، منتها چون فرهنگ‌ها متفاوته، خب مناسک متفاوت میشه، چون مناسک وسیلن دیگه، قرار تو رو به جایی برسونه. شما تو جنگل نمیتونی با مثلا چه می‌دونم ماشین چی حرکت بکنی، جنگل یه ماشین خودشو میخواد، کوه ماشین مخصوص خودشو میخواد، دشت هم ماشین مخصوص خودشو میخواد، مهم حرکت کردنه. حالا میگه با چه ماشینی میری؟ میگه آقا بسته به جغرافیا من یه وسیله پیدا کردم، یه جا اصلا ماشین کار نمیکنه، میگه من اینجا فقط باید سوار قاطر بشم برم، سوار اسب باید بشم برم، یا نه اصلا فقط با پای پیاده میتونم برم، هیچ حیوانی هم نمیتونه بره، انقدر صعب العبوره که مثلا فقط یه حیوانی که مثلا اون حیوانا هم همه که باربر نیستن که، یعنی خودم باید با پای خودم برم. این تفاوت‌های فرهنگی مثل تفاوت‌های جغرافی میمونه، مهم حرکت است.
وسیلش مهم نیست. اینکه جناب موسی سلام الله علیه، جناب مسیح سلام الله علیه، جناب رسول، حضرت رسول، پیامبر اکرم سلام الله علیه، این از چه وسیله استفاده کردن بستگی داشته به فرهنگشون. پس اتفاقا میشه معنا رو اوورد توی دونه سلوک، منتها اینکه شما توی سلوک گیر بکنی بعد فرهنگ عوض بشه، قالبه بمونه، فرهنگ رفته تغییر کرده، مثل اینکه اینجا قبلا جنگل بوده، درخت خوش شده، تموم شده، رفته، الان دیگه یه تپه است. بعد طرف میگه اینجا بعد پیاده بریم، آقا بی ماشین سوارشو بریم داداش، این قبلا جنگ هزار سال پیش اینجا جنگل بوده، درسته، فقط هم با پای پیاده میشده بدی، الان دیگه تپه است، الان بشین تو ماشین 30 ثانیه برسون بالا تپه. نه 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 نه، ما میمونیم بر همون عهد. آقا اشتباه میکنی، جغرافیا عوض شده، همینطور که جغرافیا عوض میشه فرهنگ هم عوض میشه. وقتی فرهنگ عوض میشه اون وقت وسیله انتقال شما باید عوض بشه. مشکل اینه که ما اینو عوضش نکردیم، توش موندیم. بعد شما فکر میکنید که یه چیز بی‌خاصیتیه، نه، این تو زمان خودش کار حکیم بوده، تو قان جواب داده، میدونیم. حالا من مثالشو تو احکام مثلا تو طهارت و اینا زدم. ببین طهارت، پاک بودن تو اسلام مفهومش اون زمانی که پیامبر گفته تمیزی بوده، گفته آب‌های جاری پاک است. شما 1400 سال پیش آب جاری کثیف سراغ داشتین؟ مثلا زباله وجود داشته؟ فاضلاب وجود داشته؟ فاضلاب نبوده که. برای همین گفته مثلا کنار رودخانه، رودخانه براش حریم گذاشته، میگه شما کنار رودخانه دستشویی کردن حرامه. حرامه یعنی که این کار نباید بکنی، حرام به معنی که حالا میبرن جهنم، نه ها، حرام یعنی این کار نکن. زیر درخت مسمر، درختی که میوه میده، مدفوع نباید بکنی. نمیدونم تو آب رودخانه آب دهن نباید بندازی، اینا اشکال داره. خب چرا اینو گفته؟ پاکیشو حفظ کرده، چون اون وقت فاضلاب فقط این بوده که آدم بره دستشویی کنه تو آب، یا حالا چه میدونم کوچیک بزرگشو اینا، یا تف کنه تو آب، تشیم بوده. نه الان که فاضلاب صنعتی اومده میره تو آب، نه رنگش عوض میشه نه بوش، هممون میدونیم پر میکروبه. این که دیگه پاک نیست که، پاک در اون زمان با تمیزی مساوی بوده. حالا صنعت اومده، فرهنگ عوض شده، تمدن اومده دستکاری کرده، آبها آلوده شده. بعد میگه نه دیگه پیامبر گفته همه آبهای جاری پاک است. آقا اون روزی که پیامبر اینو گفت اصلا آب جاری کثیف نداشتیم. اون روز تنها چیزی که آب آلوده میکرد رنگش عوض بشه، بوش عوض بشه. الان ویروسی هست، میکروبی هست، الان کل کرونا که تو جهان این همه کشته داد، میگفتم 15 گرم نمیشه وزنش بکنی. بابا الان 15 گرم از یه ویروس یه جهانی رو به لجن میکشه، فرق کرده دنیا. اون حرف پیامبر ناظر به اون زمانه و حرف منطقی و درستیه، منتها شما روح حرفش رو باید بگیری. میگه آقا بعضی آبها تمیز است، بعضی آبها تمیز نیست. آبی که تمیز نیست تو نمیشه باش وضو بگیری. حالا این کثیف شدنش با چه میدونم فاضلاب انسانیه یا فاضلاب صنعتیه فرق نمیکنه، اگر آبی آلوده بود باش نمیشه وضو بگیری. منتها ما اینو الان نمیگیم تو فقهمون، میگن آخر میشه بگیری. خب آقا خود چی، پیامبر اومد ما وضو بگیریم تمیز شیم، وضو میگیریم کثیف میشه. بعد یارو وضو گرفته میگه یه ذره آب تمیز بیار دستام بشورم، این چه وضوئیه؟ چی میگم؟ این درستش. بعد یه صحبت دیگه که بود، من فقط یک الهامی که برام پیش اومد این بود که تو قرآن که اینقدر صریحا، حالا صحبت شما انسان شناسی قرار نمیده که به قرآن وارد شد، من فقط یک ابهامی که برام بود این بود صحبت اعراض که اینقدر مثلا تاکید شده از مثلا تمام آیه هایی هم که برای مثلا حوض اومده همش بالای نفیه، این اومده که آقا از حوض دوری کن، یعنی خدا به پیامبرم گفته که از حوض دوری کن. ولی مثلا نکات منفی که رو ذهن آدم تاثیر میذاره و حال آدمو بد میکنه، بعد مثلا من می‌خواستم مثلا موضوعات سیاسی که مثلا شما روش مثلا تمرکز دارین بعضی اوقات، این مثلا باعث نمیشه که آدم از اون مسیر الهی، از اون مسیر مثلا تمرکز بر نکات مثبت شما تو جامعه داری صحبت میکنین، شما میری یه دکتری، بعد این دکتره اصلا نمیفهمه شما چته، دردتو نمیفهمه. الان بعضی دکترها اصلا میری پیششون کامل به توضیح میده، میگه ببین مریضی شما اینه، مثلا بعضی وقتا زیر قفسه سینه درد میگیره، میگه آره آره آره، میگه شب میخوابی مثلا دهنت خوش میشه،
نصف شب مجبور شی پاشی بری دستشویی، اینجا پاد درد، قشنگ کامل مریضو به توضیح میده. وقتی اینو کامل به شما توضیح میده، شما میفهمید که آقا پس این درد منو کامل فهمید. بعد میگه حالا داداش نسخش هم اینه، اینو مصرف کن خوب میشی. اینکه شما درد رو بفهمی و اعلان کنی آقا من درد تو رو میفهمم، این آرامش میده به طرف که پس میفهمه درد ما چیه. و میگه خب آره، و الان بعضی مسئولین یه جور صحبت میکنه انگار مثلا تو سوئیس مسئولت که همه چی ارزونه خوبه، ما انقدر پیشرفت کردیم اصلا نمیدونیم ما الان کجاییم. مثلا آدم میمونه که این یارو جیجه، این حالیش نیست، نمیفهمه چشه این. اتفاقا وقتی حالا یه وقت یکی درد رو میگه، بعدم میگه دیگه همینه دیگه، ما بدبختیم، ما جهان فلانیم، آقا ولش کن. و خب یارو اشکال داره میگه، نتیجه میگیره که پس ما خیلی بدبختیم و هیچی ولش کن. یه وقت نه، اشکال داره میگه، خودش هم بیسچری داره میدوه، کار میکنه، چه میدونم انتقاد میکنه، امید همه به من میسن تو هنوز واقعا امید داری اینا اصلاح شن؟ آره من امید دارم همه اصلاح شیم، اول خودم. هیچ وقت هم ناامید نمیشم از اصلاح، اینکه اصلاح بشه جامعه، نه من ناامید نیستم. وقتی شما درد رو میگی و ناامید نیستی، بعد حرکت میکنی که الان کسی میره تولیدی بزنه، الان به نظر شما الان کدوم آدم عاقلی میره تولیدی میزنه؟ ما میریم تولیدی میزنیم. میگه ببین نره، قضیه اون کی بود فرمول یک میگفتن بهش گفته بودن که شوماخر بود، بهش گفته بودن تو چجوریه که همش برنده میشی؟ گفته بود سر پیش همه تربوز میکنم من گاز میدم. الان سر پیشه که همه تولید کنندام دارن ول میکنن میرن، نه ما واسیم داریم تولید میکنیم، هیچ ترسی هم نداریم، کار میکنیم. حالا به چیز داره، هزار تا گرفتاری داره. من الان کارمندای من الان میشتم میگم بیا، داره پوز علکی میده، این فوش میده، دعوا میکنه، کار دیگه. ما به هر کی الان پول میدیم یه کاری بکنه، میرسه هفته بعد میاد. یعنی مملکت ما یه جوری شده متاسفانه اخلاق و تعهد و اینا اصلا وجود نداره خیلی جاها. به هر کی هر کاری میسپری، پولش هم ما جلو جلو میدیم، بعد انجام نمیشه. یک داستانه، من همه ایناش هم میفهمم. داد میزنی، دعوا میکنی، نصف شب باید بیای. الان ما پریروز پاشدیم مثلا رفتیم آباده سر کندو، دوتا نیشم یه نیشم بهمون زده زنبور، بعد برگشت. یعنی فقط رسیدیم 2 ساعت سر کندو بودیم، برگشتیم مجبور بودیم بیایم. خب بعد 48 ساعت تو جاده بودیم، پوستمون هم کنده شده. من از این اتفاق ناراحت نیستم، کار دیگه داریم، کار میکنیم، اشکال نداره. ولی میدونم که میتونستیم انقدر با زحمت کار نکنیم. بزرگترین مانع تولید تو کشور ما خود دولته، چون 85% 80% اقتصاد دستشه، هر غلطی دلش میخواد میکنه. یعنی صبح تصمیم میگیرن یارو داره کشاورز سیب زمینی صادر میکنه لب مرزه، یه دفعه 4 تا روزنامه میزن سیب زمینی گرون شد فلان، آقای مسئول پیش خودش بدون توجه به بازار، به کاسه، به چی، اعلام کن آقا صادرات مثلا چیز 80% تعرفه رفت بالا سیب زمینی، یارو سیب زمینیش تو مرز دیگه نمیصرفه اصلا، براش به یه قیمت دیگه فروخته، پولش هم گرفته، گیر میکنه اونجا، بارش میمونه، یخ میزنه، بعد با خلق و سائه برای خودشون قانون تولید میکنن. خب هیچ کارش هم نمیشه بکنی. خب برای من میفهمم این تصمیم غلط. الان امسال مثلا گندم ما یه شورایی داریم، اون باید تعیین کنه قیمت گندمو، قانون اینو میگه. یکی تو دولت بغاشه گفته گندم اینقدر، قیمت ما اینقدر. آقا تو چی کاری هستن؟ تو کی؟ کی به تو گفته قیمت بذاری رو گندم؟ چی کاری تو؟ بعد خنده‌دار میدونی چیه؟ الان گندم وارد میکنن تو ایران، با ارز نیمایی وارد میکنن مثلا. بعد میگه خب دلار چند؟ میگه 28.500. آقا دلار 50 تومنه. شما دلار 50 تومانی رو اس گذاشتید روش 28.500، میری باش گندم وارد میکنی، بعد میگه گندم ارزونتر وارد کردیم. خب دروغ میگی، دروغ داری میگی، دلار خود ما رو داری الکی اسم ارزون روش میذاری، با اینکه این نیست، دلار 50 تومنه، 50 خورده ای. خب و همین داری میری گندم وارد میکنی، از کشاورز خودت ارزونتر میخری، میری گرونتر وارد. خب چرا از این به قیمت نمیخری؟ چرا از من میخری 15 تومن، پارسال خریدی 13 تومن، بعد اخارج میری میاری 22 تومن؟ کشاورز خودمون چشه که به این نمیدی، میری اخارج گرون وارد میکنه. خب بده به این، به این بدی بهره‌وریشو میبره بالا، بهتر تولید میکنه، کیفیتش میبره بالا. بعد بهش سم درست حسابی نمیدی، چه میدونم کود به موقع نمیدی، هزار جور اذیت و آزار. خب من اینا رو میفهمم که آقا این دولته داره این کارا رو میکنه،
نه این دولت که الان هستا، کلا دولت ها مرض دارن، همشون همین حالشون بوده، قیمت گذاری کردن، هر وقت عشقشون میکشه ارز میریزن تو بازار، قیمت علکی میارن پایین، پدر تولید کننده رو در میارن، قوانین خلق و ساعه میذارن، بار تو گمرک پولشو گرفتی، الان ما عراق مثلا کار میکنی اون دلارشو صرافی میزنه میاد، تموم شده، پولو گرفتی، جنس تو گمرک یه دفعه گمرکیشو میبره بالا، میگه بازار داخل نم چی شد، میخوایم مردم رو راضی کنیم، پدر تولید کنه، حالا هرچی قسم میخوری عزیزم من اینو فروختم، من اینو کیلو 10 تومن 20 تومن 30 تومن فروختم، تو حالا میخوای من تعرفه‌ای بگیری که اصلا ضرره واسه من، حالیش نمیشه که، قانون گذاشت رفت. ما پنبه میکاشتیم، محصول ما میرسید وارداتش از روسیه آزاد میشد، ما نه اصلا اینا هماهنگ بودن، آزاد دلال میومد بالا، ما یه سال نچیدیم، باورت میشه پنبهمون رو نچیدیم، صرف نمیکرد که کارگر بذارن بچینه، خوبه قشنگ که دلالا از ما می‌خریدن واردات ممنوع می‌شد، میرفت بالا، ما نمی‌دونم دلالا یه هماهنگی داشتن به صورت کاملا اتفاقی، مسئولین انقدر بی‌شعور بودن، نمیدونم چی بود قصه. خب آقا من میفهمم اینا رو، وقتی من اینو میگم تولید کننده میگه آبا خدا بابا تو بیامرزه، پس میفهمی؟ آره میفهمم، ولی تولیدمو ول نمی‌کنم عزیزم، میجنگم تو همین بساط، تو همین بازی، تو همین گرفتاری. حالا تا حالا مسئولین تصمیمات غلط اقتصادی بود، حالا چهار تا بچه امنیتی آمدن اینا هم دوباره گندی اینا میزنن، اس خودشونو گوشن کارشناس امنیتی، هر رمبر 90% تشخیص نمیدن، بعد اینم میاد یه مرضی میریزه، سندتو نمیده، اونجا جلو وامتو میگیره، اونجا تولیدتو اذیت میکنه، مشتریتو میپرونه، نم چیکار مرض، اصلا حالیش نمیشه که آقا اصلا تولید چه ربطی به اعتقاد یارو داری، یارو کی چیکار داری، تولیدشو بذار بکنه، کشور مملکت 85 میلیون آدمه، مگه میشه همش مثل تو فکر کنن، همش سلیقه تو رو داشته باشن، اصلا هممون یه دین نداریم، ما آقا تو این کشور چند تا دین وجود داره، زرتشتیه، مسیحیه، یهودیه، چه میدونم شیعه، سنیه، هزار تا دین داره، هزار تا چیز داره، بعد فرهنگای متفاوته، زبونهای متفاوته، لهجه های متفاوته، سلایق متفاوته، کشوری که نمیشه با یه سلیقه اداره بکنی که، حالا بچه دو روز رفته دو تا دانشگاه رفته درس خونده چه میدونم چی میشه، من افسر امنیتی ام، من چی میفهمی، بعد اینم میاد مرض میریزه توی تولید، پرونده سازی میکنه، اذیت میکنه، آزار میده، گرفتاری درست میکنه، خود قوه قضاییه اومد جلو تولید بخش خصوصی رو گرفت به اسم این که آقا نمیدونم واگذاری های چی شده، مجموعه دولتی 40 سال ضررده بوده، 2 سال دادن به یه مجموعه خصوصی سود کرده، قوه قضاییه اومده اینو گرفته که نه آقا اینجا تخلف شد، تخلف تو اون 40 سال شد که اموال بیت المال رو هدر دادید، نه این بخش خصوصی اومده پول شخصیشو گذاشته 3-4 برابر شما پول داده، تعطیل کرد، بعد حالا الان فهمیدن عجب اشتباهی کردیم، گفت یارو اسم مرکزش کرده و رستم میترسی صداش کنه، خودشون اومدن یه گندی زدن به اسم که آخ میخوایم بیت المال رو نجات بدیم، گرفتن حالا فهمیدن اشتباه کردن، روشون نمیشه بیارن پس بدن، بگن آقا خدا بابا تو بیامرزه بیا درستش کن، خب بابا من میفهمم اینا رو، من میفهمم آقا چه اتفاقی داره میفته، شما برو هر چی تولید کننده است یه پرونده امنیتی اخلاقی براش درست کردن، میرن تو خونه یا رو زندگیش، نه با کی ارتباط داره، چه آبه تو چه ربطی داره، حرام این کارا که میکنید، این تجسسا حرامه، بعد از اونور آشو با جاش میبرن نمیفهمید چی شد، ای عرض 4200 گرفته رفته بر نگشته، یعنی چی، بدهکاران بزرگ بانکی هنو نمیدونی کیان، یعنی چه مسخره، نه به اون ورتون، نه به این که این کارا رو میکنید، میدونی وقتی من اینا رو میگم این که ناامیدی، اگه من خودم کارمو تعطیل کرده بودم فقط غر میزدم، میگفتن خب آقا این غرغروه دیگه، هی چیز منفی میگه، نه من دردو میفهمم ولی وایسادم دارم تولید میکنم، هی هم دارم بیشترش میکنم، هر چی هم اینا اذیت میکنه من بیشترش میکنم، ما کار میکردیم اومدن اذیت کردن، یه کار دیگه زدیم، الان دوباره کار جدید راه انداختیم، دوباره کار دیگه میکنیم، یه تولید دیگه، یه صادرات، یه واردات، یه چی، هر کاری که قانونی باشه، انسانی باشه، منصف انصاف توش باشه، درست باشه، من خودم میرم انجام میدم. خب پس این که ما ایرادو میگیم وقتی بده که فقط ایرادو بگیم، خودمونم بشینیم کنار و غر بزنیم و آی آقا قدر ما ندونستم فلان، به من گفتم بی برو سربازی، گفتم چشم ما بریم سربازی، خب باش آقا من 43 سالم بوده با 3 تا بچه رفتم سربازی،
دو هفته پیش گفتن هر کی 40 سال بالا باشه 3 تا بچه داشته باشه معاف. من 2 ماه سربازی مونده کلن دیگه معاف چی؟ خوبه؟ خب باش. ولی مانع کار ما نشد، ما کارمون هم کردیم. من سرباز بودم، کارخونه افتتاح کردم. باشه، چه اشکال داره؟ آقا اذیت دارم، خب اذیت کن. اون وظیفش اذیت کنه، منم وظیفم کارام بکنم. حالا ببینیم کی خسته میشه. فعلا 43 ساله که من خسته نشدم، چون مال حالا نیست که. ما اون وقتم که تو بسیج بودیم مگه کم ما رو اذیت کردن؟ چون ما مثل اینا کار نمی‌کردیم. یه سریشونا، یه سری آدم اصلا آقا منافقم. من امروز این فیلم چیزو داشتم نگاه می‌کردم، فیلم غریبو مال محمد بروجردی ساختن. البته محمد بروجردی همچنان غریبه تو فیلمم. این آقا جرئت نکرد بگه چه جوری شهید شد. اول بگو چه جوری طرف شهید شده ما بفهمیم. این آدم غریبه، اصلا جرئت نکردی راجب محمد بروجردی فیلم بسازی. یه چیزی درست کردی. حالا من که از یعنی یه رو به اول به بعدش دیگه فقط گریه کردم فیلمو دیدم. مثلا چیکار کردیم با اینا؟ محمد بروجردی کم بهش تهمت زدن، کم آزارش دادن. کیا؟ همونا که یقشون رو تا اینجا میبستن حزب الله میکردن، همونا آزارش دادن، هزار جور بهش تهمت زدن، تهمت مالی زدن، تهمت اخلاقی زدن، هر چی دو دلت بخواد. آخر هم که غریبانه شهید شد، من خودم الان نمیخوام بگم چه اتفاقی براش افتاد. خب پس مال حالا نیست این چیزا، از اول بوده. آقا لکل موسا فرعون، هر جا موسا باشه یه فرعونی پیدا میشه که بیاد آزارش بده، اذیتش بکنه. تو کار خودتو بکن. من حرفم اینه. ولی من اگه ایرادو نگم، میگم بابا یارو اصلا نمیفهمه، اصلا دردو نمیفهمه. من دردو میفهمم. ما پای پیاده رفتیم راهیان، یه سریمون از همون راهیان هم خونه دار شدن، هم ماشین دار شدن، هم موقعیت دار شدن، هم درجه دار شدن، همه چی شدن. چرا ما نشدیم؟ من میفهمم. یا تو خوردی عزیزم، به من میگی برو نیروی چیزی بیار، خادم و شهدا بیار، یعنی بچه مردم بیار، مجانی ازش کار بکش اونجا، عرق شهید و بسیج داره. بعد خودت ماشین تو آوردی تو منطقه، داری کرایش از راهیان میگیری؟ اومده نشسته پیش ما، مثلا فرمانده بوده خیرسترش، نشسته این فرمانده جنگ ندیده ها، عملیات نرفته، نشسته پیش ما. این نون خشکا اینجا اسرافه. نمیدونم شهید کی رفت پادگان دید نون خشکا رو، حاج ابراهیم مثلا دید نون خشک، گفت اینا رو مردم میفرستن، ما نون خوش نداریم، همه رو باید بخوریم. مثلا یه مدت لشکری بیصف نون خوش میخوردن که معنی نداره نون خوش تو جبهه، مردم دارن نون شبشون میزنن میدن به شما، نون خوش معنی نداره. بعد اینو گفته، بعد من بهش گفتم عزیز من، من تیمم امروز اومده اینجا استراحت، این نون خوش مال تیم قبلیه، اگه میخوای نصیحت کنی اونا نصیحت کن، مثلا به ما ربطی نداره. ولی باشه، بازم حرف بدی نیست که نون خوش نشوش. اومدیم جلو ماشینش، صندوقو زده عقب، ببینیم دو تا باکس آب معدنی اونجاست، ما آب نریم بخوریم تو جنوب، آب شیر و یه چیزی. بهش میگم خب اینا فرمانده جنگم مثل تو بودن، خودشون آب معدنی میخوردن، به نیروش میگفتن برو آب شیر رو بخور. خب معلومه، خب من اینا مگه کم دیدم؟ تا دلت بخواد دیدم، تا دلت بخواد آدم سوء استفاده گر رو یقش رو تا اینجا میبنده، تنها چیزی که نداره دین، به تنها چیزی که اعتقاد نداره شهید، در راه تنها چیزی که یک سر سوزن قدم ورنشته انقلاب. خب اتفاقا تو همه فیلم بروجردی نشون میداد یه آدم این توندا که میگفت پاشید نماز بخونید انقلاب کردیم برای نماز، جاسوس بود، کموله بود خودش، تو همه فیلم نشون میده. حالا اصلا مرخنده داره که این فیلم ها رو میسازن، خودشون هم میبینن، اصلا این فیلم رو ببینن باید خجالت بکشن. من نمیدونم چه جوری این فیلم ها رو میسازن به حضرت عباس. اصلا این فیلم ها رو نگاه میکنی، نقد مسئولین خود ماست الان که آقا این آدم مثلا میگه با مردم رو دلزده نکن، مردم رو چه امره به معروف، همین که اذان پخش میکنی امره به معروفه، لغت نزن پهلو بچه مردم، پاشه یالا نماز صبح بخون فلان کن. اینا که تو فیلم الان فیلمو ساختن، بعد تمام تهران بنر زدن برید فیلم غریب رو ببینید. خب ما فیلمو ببینیم حالا ما از شما به هم میخوره که از امره به معروفتون. پس این چی میگه؟ محمد بروجردی چی میگه؟ شما چی میگید؟ اگه امره به معروف اونه که بروجردی میگفت، چه ربطی به امره به معروف شما داره؟ این که با هم متفاوته. اگه جانماز آبکشونیه که تو فیلم نشون میده، خب این جانماز آبکشه که شما هایید، تو فیلم نشون میده جانماز آبکش منافقه.
ما تو روایت هم داریم هر کی زیاد دین دین میکنه میگه این منافقه. دیندار که اینقدر میتینگ نمیره که. خب ولی اگه من اینا رو نگم یعنی نمیفهمم. نه من میفهمم. منافق داریم تو مملکت. منافق اونی نیست که رفته خارج کشور. اون که منافق نیست که، اون محاربه. اون رسمی رفته بیرون گفته من علیه شما. اون خیلی دمش کم، اون اصلا نفاقی تو وجودش نیست. اون هیچ نفاقی نداره. صاف گفته من مخالف شما میخوام براندازیتون کنم. اون که منافق نیست. اون دمش کم، ظاهر و باطن همینه که داره میگه. میگه من براندازم، علیه شما کار میکنم تا حکومت شما رو بر بیاندازم. این منافقه؟ نه، خیلی هم صادقه، صاف داره هرچی تو دلشه میگه. منافق اونه که الان تو کشوره، یقش هم تا اینجا بسته، هی هم میگه شهید، انقلاب، ولایت، فلان، بعد خلاف همه اینا عمل میکنه. اون منافقه. الکی اسم اینا که بیرونه رو میزنن منافق. اونا هیچ کدوم منافق نیستن آقا، خیلی هم صادقن، صاف دارن حرفشون رو میزنن. منافق الان تو کشور ماست. همینه که این بلا رو سر اقتصاد ما آورده، سر فرهنگ جامعه ما آورده، کار شکنی میکنه، تو ادارات کار مردم رو نمیندازه. ما بعد 3 سال رفتیم یه سند بگیریم تا هیچ سنگ آخر سر دیگه داد و بیداد کردیم. آقا این چه مسخره بازیه دیگه. حالا اون رئیسشون اومد گفت من برای خدا امضا میکنم، اون گفت من برای امام حسین امضا میکنم، برای رضا خود. گفتم آقا پولشو دادیم، سندمونه بعد 3 سال میخواد بدید به ما. و کارمنده به من میگه میدونی همین کاری که تو 5 دقیقه برای شما شد 2 ماه طول میکشه. گفتم خب اگه کار 20 دقیقه مردم رو 2 ماه انجام میدی تو اشتباه میکنی عزیز من، تو داری اشتباه میکنی. منافق فکر کردی کیه؟ منافق نه اونه که رفته بیرون علیه مملکت شعار میده، نه اونه که میگه من براندازم، نه اونه که میگه من انتقاد دارم. هیچ اینا منافق نیستن. منافق اونه که میگه ما در راستای انقلاب و اسلام و شهیدیم و داره خلاف میکنه. این منافقه. و از اینا ماشاءالله 2 جین داره، اصلا میتونیم صادر کنیم. هر کی که سنگ سر راه مردم میندازه منافقه. هر کی چوبلا چرخ تولید میکنه منافقه. هر کی داره اقتصاد مملکت رو نابود میکنه منافقه. هر کی که کاری بلد نیست و اون مسئولیت رو اشغال کرده این منافق خائنه، بدونه یا ندونه. بعد آقای امام جمعه تهران میگه مسئولین ما خطا هم میکنن چون نیتشون خیره ثواب میبرن. مسئولین ما وقتی اون کار بلد نیستن بعد استعفا بدن برن. آقا اگه صادق باشی وقتی کاری بلد نباشی استعفا میدی میری. این بحث اول انقلاب شده. منتها چون گروهی که شما دوستشون داری شدن معجور اندالله. اگه دولت قبلی بود اینا مفسد فلان بودن. عزیزم انصاف داشته باش. من اگه اینجا نشستم میبینم این پست مال من نیست، من بلد اصلا فهم میکردم بلدم، و الان اومدم میگم آقا من نیستم. سهم 1 ثانیه بیشتر بمونم خائنم، 1 ثانیه بیشتر بمونم منافقم. آقا برو استعفا بده. بگو آقا من بلد، آقا من فکر کردم میتونم، من نمیتونم. آقا خاک پاتونم، خداحافظ. شما کجا بوده کشوری زن نخست وزیر شد؟ هفته دوم رفت آقا من شرمنده تونم، من یه چیزی فکر میکردم یه چیز دیگه است، من نمیتونم، استعفا میدم، خداحافظ شما. آقا من بلد نیستم، نمیتونم. ولی اگه من بیام بشینم اینجا بگم آقا همه چی گل و بلبل و خوب است و فلان، و ملت میگن بابا یارو گیجه، ولش کن، اصلا نمیفهمه ما تو چه دردی هستیم. شما الان میری عیادت مریض چی بهش میدی؟ دکتری؟ دارو بهش میدی؟ چیزی بهش نمیدی که، فقط میری باش همدردی میکنی. تازه اگه درست عیادت بری، یا بعضی عیادت رفتنشون معصیته، میرن انقدر دریوری میگن مریضه میفهمه که اینا هیچ حالیشون نیست از درد. نه طرف میره قشنگ به مریضه میگه آقا من میدونم تو دردی، میفهمم، خدا انشالله بهت صبر بده، انشالله خدا بهت کمک بکنه، ناامید نباش. جون میگیره مریض. یعنی همین که میفهمه تو دردشو میفهمی، با اینکه نه دارو بهش میدی نه کاری میکنی، این روحیه میگیره بهتر مبارزه میکنه. پس گفتن درد خوبه به شرط که خودت ناامید نباش. آقا بنده ناامید نیست، همین الان اینجا خدمت شما هم. من که جایی نرفتم، من همینجا وایستادم دارم سرمو رو گنده. بعضی به من میگه تو چنقدر دنده پهنی، میگم آقا خب اون وظیفش اینه که آقای منافق وظیفش اینه چوب لا چرخ من بکنه، منم وظیفم رامو برم دیگه، اون داره به کارش عمل میکنه. باشه حالا ببینید کی پیروز میشه، ما که ناراحت نیستیم از این چیزا. چون بالاخره اینا گفت ارز خود میبری و زحمت ما میدادی، همش تجربه میشه واسه تو. آنها کن به اسم اسلام و قرآن اومدن کار گرفتن، بعد نفاق بیان، یعنی اصلا دیگه نمیخواد توضیح بدی،
خیلی روشنه، هر کس پستی را اشغال کرده است که نمیتواند اداره کند و یا کسی هست اصلا میتونه اداره کنه، کسی بهتر از اون میتونه اداره بکنه، اگه سر اون پست یه ثانیه بیشتر وایسه خائنه، چه بدونه چه ندونه، چه بخواد، هیچ اجری هم نداره، معصیت هم داره، وبال هم هست. این خیلی روشنه دیگه. الان هر چی نمیفهمید فهمید. کرونا من به بچه‌ها میگفتم خیلی درس داشت، حیف شد اصلا راجبش حرف نزدیم. کرونا تموم شد، کسی دیگه راجب درسش، ما تو کرونا فهمیدیم بعضی وقتا یکی رو میبوسی داری میکشیش. چقدر رفتن پدر مادرشون رو مریض کردن کشتن. میبوسی طرف رو داری میکشیش، یعنی بوسیدن، بوسیدن کاری اوقات شلیک گلوله است. درس بالاتر از این میخواید؟ من برای خدا و برای اسلام، برای قرآن. آقا با نیت خالص میتونی آدم بکشی، خب نکن، یه ذره فکر کن، مخت کار بنداز. پوستر گرفتید اصلا بلد، معلومه بلد نیستید. هر لباس پوشیدن بلدی، خدا باباتونو بیامرزه، یکی بر لباس پوشیدن یادتون، لباس پوشیدن بلد نیستید، حرف زدن بلد نیستید، عدد و رقم متوجه نمیشید. یه روز 1000 تومان شما درآمد نداشتین، بعد آقا خودکار دادن دستش، 10 میلیون حقوق میگیره، میتونه 10 میلیارد منو جریمه کنه، نه نظارتی روشه نه چیزی. این فساد نمیاره؟ چرا فساد نمیاره؟ شما برو یه وام، مثل بچه آدم یه وام تولید بگیر ببینم، بدون رشوه، بدون اینکه شیتیل بدی، شیتیل ازت بگیرم، برو برو بگیر ببینم میتونی بگیری؟ خب چرا نمیتونی بگیری؟ مشکل سیستمه چیه؟ الان مگه نمیگن قاچاق بنزین؟ مگه کارت بنزین به ما ندادن بفهمن کی بنزین قاچاق میکنه؟ من یه سوال از شما میکنم، میدونی چند تا مدل کارت بنزین تو کشور است؟ چند مدل؟ 1000 و خورده مدل کارت تو کشور است. چرا؟ با چه نظارتی؟ پس چرا سیستم یه دست نیست؟ چرا پمپ بنزین رو به هم وصل نیست؟ چرا سیستم مشترک نداره؟ چجوریه؟ کی خیانت کرده؟ کی خیانت کرده به این کشور؟ دارید بنزین از آب ارزونتر میدید به مردم؟ چرا؟ چرا؟ این مال کیه؟ این مال مردمه. پس چرا اینجوری حراجش کردید؟ بعد یه کارت دادی به ما، ماهی چقدر شارژ میکنم؟ به خدا قسم من کارت بنزین ندارم اصلا. من هم ماشینم که رفقا دستمه کارت بنزینشو ندارم. الان چند ماه دست منه دیگه کارت بنزین. چقدر میریزن الان ماهی؟ 60 تا نفری دیگه، آدم عادی 60 تا میریزن دیگه، درسته؟ 60 تا برای شما ملت شریف میریزن، برید ببینید واسه خودشون چند تا میریزن. ما کلا باید یه سواری داشته باشیم، یه وانت داشته باشیم دیگه. بنزین کی مصرف میکنه؟ سواری وانت دیگه. اتوبوس ها بنزین میزنن، گازوئیلی ان اونا. مثلا یه کارت گازوئیل هم داشته باشیم مثلا برای ماشین باری یا اتوبوس، فرق کنه. باید کلا 5-6 مدل کارت باشه برای مردم، چون مردم مصرف میکنن دیگه. مثلا مصرف خانگی، یه عده تاکسی ان باید فرق کنه، یه عده نه اسنپی ان مثلا چیزی ان، تپسی اسنپ همشونو بگم حالا به نفع کسی چیزی نشه، مسافرکشن، یعنی هم ماشینشون دارن خدمات عمومی، باید که ماشین عمومی نیست، تاکسی نیست، ولی کار اونا باید فرق کنه، بیشتر بهشون بنزین بدن. یه وانته که مثلا بار میبره باید بنزین بگیره. یه همین دیگه، مثلا آمبولانس، اونا چیزای دولتیه، بعد اونا مثلا چیز فرق کنه. آمبولانس کلا میشه 10 مدل اینجوری دیگه، مثلا حساب بکنید 10-12 تا میشه کلش، نه 1000 خورده‌ای. این چه مسخره بازیه؟ مال کیه دارید حراج میکنید بین خودتون؟ خیانت اینه، خیانت اینه که برق الان شما تو شرک صنعتی جا داری، تولید کننده رو ببین میگه راستشو، جوون راستشو میگه، آوردن بچهای چیزو تو تلویزیون آوردنش، از این شرکت‌های دانش بنیانه، میگه که ما فلان محصول رو تولید کردیم 6 ماه تأخیر افتاده تولید. میگه چرا؟ میگه آخه تو شرک صنعتیمون برق نداشتیم. چرا برق نداشته باشه این کشور؟ خیانت چیه؟ خیانت ایناست که تو ثروت بشینیم فقیر باشیم، نفت و گاز داشته باشیم هدرش بدیم، هدر
یه آب معدنی میری میخری 5000 تومن یه دن کوچیکاشو، حتی خلاف قانون این 2 خوردی باید بخری، ولی بهت میدن 5 تومن. خب بدبختی بابا تو این شهر 72 تنگ یه قیمت دیگه است، اصلا مسخره بازیه. انگار مثلا رفتیم بیابون، میدون ورودی شهر قیمت همه چیز یه مدل دیگه است. ای اصلا قیمت نباید تفاوت بکنه که. خب حالا اینجوری، بعد آب معدنی اینجوری، بعد بنزین، یه لیتر بنزین ارزونتر از آب، بعد به نام مردم، به کام مسئولین، به کام پولدارا، به کام طبقه بالا، به عنوان دهک پایین به سود دهک بالا. خب این درسته؟ و شما به من میگی چرا میگی؟ این درد جامعه است، دارم بهتون میگم من همه این دردا رو میدونم، خودم دارم وسط این دردا زندگی میکنم، هیچ خارج مارج هم نرفتم، اینجا قمه، از قم داریم با شما صحبت میکنیم، بعضی وقتا از تهران وایستادیم وسط همه این بدبختی ها داریم تولیدم میکنیم. الان 10-12 نفر 13-14 تا 13-14 تا الان یه کار جدید رو انداختیم با هم دیگه، ایشالله سال دیگه این موقع 60-70 تاییم. حالا مسئولین تمام تلاششون رو بکنن جلو ما رو بگیرن، ما هم تمام تلاشون میگیریم اونا رو چیز کنیم، ضرب فنی کنیم. میخوام بگم اگه من درد رو نگم یعنی نمیفهمم، این خیلی بده. و واقعیت اینه که یه عده نمیفهمن. یارو یه عمری سر سفره دولت بوده، پول ریختن تو حسابش، خورده برده، چی میفهمه اصلا که درد چیه؟ میگه مردم تحمل کنید، یه وقت مشکلات اقتصادی دینتون رو نبره، شما به من بگو درآمد ماهانه چقدر، چقدر خرج میکنی، با هم تحمل کنیم. نمیشه که تو حساب بانکی عددت صفرش نشه بشموری، همه چیز وفق مرادت باشه، بعد شما بشینی به ما بگی مقاومت کن، شما مقاومت کن، نسخه میدم مثل یمنی ها مقاومت کنید، باشه شما مسئولین مثل مسئولین یمن زندگی کنید، ما مقاومت میکنیم. از تو خونه هاتون بالا شهر بیاید بیرون، خونه مفتی ها نشستیم بیان بیرون قشنگ، درآمد ماهانه‌تون مثل مال ما باشه، این ما کار کنید، ویژه نباشید، مریض میشید برید بیمارستان معمولی، ها خط ویژه نرین، امضاهای ویژه نداشته باشین، خودتون، عروستون، دومادتون، آقازادتون، داداشتون، دوماد داداشتون. آخه بهشون میگی، میگه من که چیزی ندارم، بچت عزیز من از سیبیل تو رفته بالا، اگه به بچت امضا ندادی تو درسته، ولی وقتی 200 امضا بهش دادی 100 تا سفارش کردی واسش، کارا بچت پاتو نوشته میشه، چون تو راه دادی بهش. یه وقت یه مسئولی به بچش راه نمیده، تام رجاییه، طرف میگه آقا با موتور بچه رو دور بزن، میگه موتور بیت المال آقا جون، یک نا 36 میلیون مال 36 میلیون نفره، غلط میکنی سوارش کنی، بچه رجایی من الان چی میگن نجار. خب باشه، نه تو امضا دادی به بچت که نشسته فلان کشور داره بیزینس میکنه با پول بیت المال، تو امضا دادی، پس کار بچت گردن توه. باشه شما مسئولین مثل ما مردم عادی زندگی کنید، ما مخلصتونم هستیم، ما مقاومت میکنیم. اما نه، تو ناز و نعمت نشستی میگی مقاومت، چی مقاومت کنی برد حسابی، چی بیگی اصلا تو مقاومت نمیفهم یعنی چی. بیا اداره کار چقدر حقوق میده الان، امسال شد چند؟ حالا مثلا با 2 تا بچه مثلا، حالا یه کارگر 2 تا بچه داشت، 8 خورده دیگه درسته، ما 10-12 تومن میدیم، من خودم 10-12 تومن میدم، 10 تومن، 12 تومن، 14 تومن، 15 تومن، حالا با سنن چه میدونم، این وسط هم چیز داره دیگه. خب ما که نمی، من یه ذره شعورم یه ذره میرسه، این تازه با همین پولا که منم میدم کار پیش نمیره. اون روز به این چیزم میگه که مثلا معاون منه اونجا تو کار جدیدم، بهش میگم چرا حال همه بده، میگه که خب وضع اقتصادی خرابه دیگه. میگم خب من که خوب حقوق میدم. میگه داداش ببین اصلا تو خوب حقوق میدی، خوبه، با همین حقوقی که تو میدی نمیشه زندگی کرد، اون که دولت میگه که اصلا هیچی، زندم نمیشه موند، کاری نداره، شما حقوق اداره کار بگیرید زندگی کنید، ببینم چه جوری زندگی میکنید. خب نمیشه که بشینی تو ناز و نعمت برای کارگر ارد بیای، تورم 60 خورده ای درصد رو نگی، بعد حقوق کارگر رو من نه به ضررم میگم، من کارگر دارم، ولی معنی نداره 20 درصد حقوق کارگر رو ببری بالا تورم 68 درصد باشه، این زندگیش نمیچرخه. وقتی زندگیش نمیچرخه کارم نمیکنه، نمیتونه، مخش نمیکشه، آقا داره کار میکنه، زنی زنگ میزنه، بچه بیمارستان، پول فلانو بده، اجاره خونه فلان شده، نم چی چیزی شده، چجوری کار کنه؟ اصلا نمیتونه کار کنه که.
یعنی معجزه است کشور ما داره میچرخه. خب باشه، خب باید بهشون حقوق مکفی بدی دیگه. خب حقوق مکفی میخوای بدی، حقوق کارگر بردن بالا، بعد میگه بالا هفتم با مالیات بدی. مرد حسابی اصلا تو زیر مثلا 10-15 تومن 20 تومن نباید مالیات، از کارگر که نباید مالیات بگیری. کارگر مالیات میده، بعد ستاد فرمان امام معافیت مالیاتی داره، نمیدونم چی اون جانبازان مستضعفان معافیت داره، حرم امام رضا معافیت داره. اه کارگر برج 8 تومن معافیت داره، اونا 400 تا شرکت دارن معافیت نداره، ازش مالیات میگیری. بعد از یارو 400 تا شرکت از اون مالیات نمیگیری؟ یعنی چی؟ یارو میلیارد دلار درآمد سالانه شه، فلان نهاد فلان ستاد معافیت مالیاتی داره، کارگر من که بهش 8 تومن میدم بعد بهتون مالیات بدم؟ مالیات چی بدم؟ یعنی چی؟ من نمیخونه. بعد من اگه اینو نگم کارگره میگه بابا این اصلا حالیش نیست. نه، من همه اینا رو میدونم، تمام مشکلاتم بیشتر از شماها گفتم، هزینش هم دادم که گفتم، یه سریش هم هزینش رو ندادم، مورد رأفت اسلامی قرار گرفتم، اشکال نداره، ولی بنده ناامید نیستم، دارم کار میکنم. یه دم میگم رفقا من میگن تو خیلی دیگه دنده پهنی، تو اصلا ما نمیفهمیم چی میگی فلان. خب باشه، من ناامید نیستم، پس من ناامیدی نمیپاشم. ناامیدی اون امام جمعه میپاشه که میاد دریوری میگه رو منبرش، هر هفتم میگه، هر هفتم هزینه برای ملت و مملکت درست میکنه و خال بهش نمیفته، خط بهش نمیفته، اون مشکل داره، اون ناامیدی درست میکنه. اون مسئولی که میاد حرف میزنه، کارگر میگه به به، اصلا حالیش نیست، درد منو نمیفهمه، اصلا درد منو نداره، اون ناامیدی درست میکنه. اونی که تخصص نداره پستو گرفته، متخصصو ناامید میکنه که فرار کنه مملکت. اینا که این بلا رو سر اینترنت آوردن، الان تمام شرکت‌های دانش بنیان و این بچه‌هایی که داشتن کارهای جدید می‌کردن همه دارن میرن کشورهای خارجی. قشنگ امارات میگه بیا ویزای گلدن نم چیه طلایی بهت میدم، کل تیم تو بردار بیار اینجا کار کن. تمام بچه‌هایی که داشتن تو کشور طرح‌های جدید می‌آوردن رو بستر اینترنت کار می‌کردن، موقع می‌برن میرن اونجا، وام هم بهشون میدن بدون سود، امکانات هم بهشون میدن، بیا ایده‌هاتو بیار اونجا اجرا کن. پایین خودمون داره بچه‌مون رو می‌دزده. کی داره خیانت می‌کنه؟ کی داره ناامیدشون می‌کنه؟ مسئولی که نشسته اصلا براش اهمیت نداره، کشور داره براش. آقا شما فضا مجازی 10 میلیون شغل تو اینستاگرام بود، بستیش. امنیت کی؟ من نون نداشته باشم امنیت یعنی چی؟ امنیت داشته باشم عزت نداشته باشم اصلا مگه میشه زندگی میشه کرد؟ عزت میخوام، مگه بردتونیم ما؟ مگه ما رعیت شمایی که هی به ما دروغ بگید؟ میخواستی رعی بیاری که میگفتی مگه میشه اینترنت رو قطع کنی؟ من خودم 2 میلیون فالوور دارم این استاگرام، حالا نصفشم فیک، ها کلا سرت نذارن، من تخصصمه، بیا بهت بگم شما 2 میلیون فالوور نداری، باشه ولی اونجا نمیشه 2 میلیون، نوش جونت باشه، بیتی که آبی هم گرفتی باری کلا. پس چجوری شد الان شد ضد امنیتی؟ مگه اینا سروراش تو ایران بود اون وقت که شعار میدادی؟ اون وقت هم که تو آمریکا بود، ایران نبود که. پس چرا 10 میلیون شغل رو نابود کردی؟ بی امنیتی یعنی این، اطلاعات غلط بهت میدن، مشاوره چیز داری، چاپلوس داری کنارت، دروغ بهتون میگن. میشینم به دور مسئولین به پاچه‌خواری و آقا ترکوندی و همه اومدن الان توی اپ‌های داخلی. شما اصلا زیر ساختشو نداری، چرا دریوری میگی؟ شما همراه اول مشکل خورده، سخت افزارشو نمیتونی وارد کنی، چرا دروغ میگی؟ آنتنای موبایلتون خراب نشده؟ تماساتون قطع و وصل نمیشه؟ گرفتار نشدی؟ دستگاه خراب شده بعد نو بخرم بیارن؟ نخریدید آقا، نتونستید بیارید، اصلشو که نمیتونید بیارید، دست دومش هم عرضه ندارید بخرید، تو خودتونم بخور بخوره. بعد نشستی میگی همه اومدن داخلی، چی میگی؟ دروغ میگی؟ سرورات کجاست؟ کاری نداره که آقای وزیر چی این چی بود؟ ارتباطات، شما سرورای همین اپای داخلی رو نشون ما بده به عنوان یه پیشرفت، نشون بده ببینم سرورات کجاست، سرورات رو نشون بده ما ببینیم، داخل ایران باشه ها، داخل ایران سرورات رو به ما نشون بده ما بدونیم این چی پیام رسانه که شما درست کردی سروراش داخله داره کار میکنه و 40 میلیون یوزر داری. تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. خیانت ایناست که جوانو این ناامید میکنه،
که کلی زحمت میکشه، بعد میبینه رو بستر اینترنت نمیتونه عرضه کنه، بعد امارات بهش چراغ سبز میده پاشو بیا پیش ما. من خیلی هاشونو میدونم رفتن ولی حالشون خوب نیست، میگه وطنم رو دوست دارم، برای چی باید من اینجا کار کنم؟ کشورم رو دوست داشتم، چرا مجبور شدم بیام اینجا؟ چرا باید کشورم رو ترک کنم؟ میخواستم تو کشور خودم کار کنم. پس اونی دل سرد میکنه که پستو گرفته و داره خیانت میکنه با نابلدیش، و یه سریشون منافقن. مگه میشه منافق نباشه تو کشور؟ مگه میشه نفوذ نباشه تو کشور؟ امکان نداره نباشه. حالا هم وزیر چیه؟ آقای زرقامی وزیر چیه؟ گردشگری. همین پیروزا گفته بود، ایشون توییت زده بود، گفته بود آقای یونسی که وزیر اطلاعات بود تو دولت آقای خاتمی، گفته بود که ما کشف کردیم که یه عده‌ای هستن جلوی گردشگری رو تو ایران دارن میگیرن که نذارن توریست وارد ایران بشه. حالا من از شما سوال میکنم، صنعت توریست تو ایران چند درصد اقتصاد ماست؟ برای 3-4% منافق اینجا داشته داخل کار میکرده که جلوشو بگیره، برای 30-40% کاری نکردن؟ تو نفت و گاز ما خائن نداشتیم؟ کی جلو پیشرفت ما رو گرفته؟ چرا نذاشتن این پالایشگاه بزنیم؟ چرا نذاشتن پارسو اینا کار بکنه؟ چرا جلو اون چی بود با قطر مشترک بودیم؟ چرا جلو اون کی جلو اونا رو گرفت؟ اونا هم نفت داشتیم هم گاز. خب کی اینا رو گرفت جلوشو؟ اونا خیانت توش نبوده؟ تو 3% اقتصاد نفوذی داشتیم، تو 80%ش نداشتیم؟ مگه میشه؟ همه جا نفوذ هست، باید جلوشو گرفت. نفوذم داخله، نفوذی هم آقا ریشاشو تیغ نمیزنه کروات بزنه بگه یالا فقط جهان، نه آقا، اتفاقا یه تپه ریش میذاره امان بیشتر. حالا اینم بگم که از حالتون بیاید بیرون، رفته بودن عربستان جاسوسی، بعد طنز ها ولی واقعیت داره، یعنی حقیقت داره. بعد به اینا گفته بودن که اینا یه دشتاشه میپوشن، هیچی هم زیرش نمیپوشن، براشون هم خیلی مهم نیست دشتاشه رو باد ببره و چی ببره. یعنی مثلا اینجوری برید که معلوم نشه شما مثلا چیز نیستید، سعودی نیستید و اینا. اینا دشتاشه پوشیده بودن گرفتن تا اینجا بالا که یعنی برای ما مهم نیست. آقا دشتاشه بالا زیاد داریم تو مملکت، اگه نمیبینید چشاتون مشکل داره، ما داریم میبینیم. طرف یه جوری میگه شهید، آب از لب و لوشش را میفته، بعد میری حساب بانکیشو میبینی، زد و بنداشو میبینی، شهید کجا بود؟ شما 40 سال جلو مافیای دارو رو نتونستید بگیرید؟ دیو 7 سر فساد؟ چجوریه؟ شما نمیدونید کی دارو قاچاق میکنه تو کشور؟ چرا نمیدونید؟ اگه نمیدونید مجرمید، اگه میدونید جلوش رو نمیگیرید که اصلا خیلی کارتون خراب است، شریک دزدید. پس نفوذ هست. با اینکه نفوذ هست، با اینکه یه عده میخوان این کشور به سر و سامون نرسه، با اینکه میخوان بین ما اختلاف درست بکنن، با اینکه میخوان ما حالمون هم به هم چون اختلاف بشه، میتونن کارشون رو بهتر پیش ببرن. با همه اینا بنده ناامید همینجا وایسادم و همش هم تلاشم اینه که بین آدما صلح برقرار بشه، چون ماها با هم بجنگیم نونشون اونا میخورن، آبو گلالود میکنن ماهیشون اونا میگیرن. حالا طرف بچه حزب اللهی واقعی، بچه دبیرستانی دانشجو واقعی، الان فکر کرده مثلا من ضد اسلام فلان، 4 تا فوشم به من میده، منم میرم زیرش گول میذارم براش، میگم داداش اشکال نداره تو فوشتو بده، دشمن تو من نیستم که، ما تو یه تیمیم، ما آبادی مملکتو میخوایم. خیانت یکی دیگه داره میکنه، همون که تو داری سنگشو به سینه میزنی اتفاقا نمیشناسیش، یواش یواش میشناسی. کی بمب گذاشت توی ریاست جمهوری؟ پشت سرش نماز میخوندن عزیز من، خود رجایی پشت سر کسی که بمب گذاشت بغل دستش نماز میخوند، یه خودکار گذاشته بود تو جیبش، 2 تا خودکار، یکی این جیبش یکی این جیبش. بعد میگفتی فلان کار، میگفت کار دولتیه این خودکار دولتیه، کار شخصیه این خودکار شخصیه. ببین چه جانماز آب کشیه این. خب بله با خودکار بیت المال نمیشه کار شخصی کرد، ولی با خودکار شخصی میشه کار بیت المال کرد، که خب یه خودکار شخصی بخر کار بیت المال هم باش بکن. 2 تا معامله خودکار مگه چقدر بوده؟ ولی نه جانماز آب کشه، پشت سر این نماز میخوندن. حالا کشمیری لو رفت، 1000 تاشون لو نرفتن، هنوز دارن جانماز آب میکشن.
ولی وقتی برآورد کنی کارشونو میفهمی اینا به نفع مملکتن یا به ضرر مملکت. هر کی داره اقتصادو خراب میکنه، فرهنگو خراب میکنه، اختلاف میندازه تو مردم، نارضایتی تو مردم ایجاد میکنه، هر کی باشه با هر شعاری با هر حرفی خائنه، چه بدونه چه ندونه، که من معتقدم خیلیاشون میدونن. مگه میشه انقدر تو ادارات مردم به چه زونن؟ آقا شما یه کاری داری داشته باشی پدرت در میاد، اصلا نمیفهمی چی کار باید، اصلا جوابگو نیست، اصلا پاسخگو نیستن. خیلی چیز عجیبیه. یارو شده بود رئیس اداره برای همین علائم تجاری اینا، ما هر دفعه میرفتیم میگفتن نیست. مثلا کاری که باید توی 20 روز انجام بشه 800 هزار تومان باید پول بدی. یه پول سنگینی هم گرفته بودن این ور، آقا این پول گرفت، اون پول گرفت، اون پول گرفت، نه کارمندای اونا، آقا شرکت زدن بیا ما برات ثبت کنیم، ما برات چیکار کنیم، فلان کنیم، اینقدر پول بده چیکار. آخر سر ما خودمون پاشدیم رفتیم اونجا. دوبار رفتیم یه کارمنده دلش سوخته داشت رفته بالا تو اتاقی که بچه‌ها نشسته، برو اونجا سراغش. بعد خانم خودشه مؤسسه زده برای ثبت علائم تجاری، فقط پرونده که خانمش میاره امضا میکنه. یعنی چی؟ حالا ورش داشتن ها. بعد ما دیدیم یارو ورداشتن و مثلا گفتن این فساده، چیه ورش داشته بودن. باز دمشون گرم ورش داشتن یارو. میدونی چقدر آدم بدبخت کرد همین آدم؟ چقدر ناامید شدن گفتن اصلا ولش کن نمیخوام، اصلا ولش کن، اصلا نمیخوای. یه علامت تجاری میخوای بری ثبت بکنی، مگه بعد 3 ماه 4 ماه بدوی؟ ما خودم 6 ماه دویدیم. 6 ماه باید بری بدوی یه علامت بگیری؟ کارت 30 ثانیه است، بزنه تو سیستم این اسم نیست، میتونی بگیری، اینم قوانینشه، تق آقا صادر شد، برو برو تولید تو بکن. اصلا کجا دنیا میرن مجوز بگیرن برای تولید؟ همه جا میرن تولید میکنن مالیاتشو میدن، این اصلا نمیذارن به مرحله تولید برسه. پس معلوم میگی منافقی این وسط هست، یه نفوذی هست، نمیخواد بذاره کار بره پیش دیگه. خب من نمیتونم اینا رو نگم که، چون میدونم مثلا اونی که داره ناامید میکنه که تو اداره نشسته کار مردم رو، اون داره ناامیدشون میکنه، نه من. اون داره مردم رو، اون داره جوون رو ناامید میکنه. دختر مردم رو این ابر بهار گریه میکرد، میگو به خدا گرفتارم، اینو امضا کن من برم، مجوز منو بدید من برم، من میخوام تولید کنم، من مستاجرم، باید اجاره بدم، گرفتارم، چیم. حالا باز اون رئیسی که اونجا بود، من خودم رفته بودم برای همین یک کار خودمون، من دیدم کارشو انجام داد، یعنی دمش گرم، باز چیزش که گفت بیا بیا برش داد. بعد رفتم پایین، دیدم اونم اومد پایین، یعنی دیدم نامه بهش داده که آقا بیا کارشو انجام بدید، یعنی دلش سوخت کارشو انجام داد. ولی خب چرا این، چرا بعد کلی بوده تا برسه به رئیسه؟ حالا اون روز رئیسه بود و بعدم حالا ما هم اونجا بودیم، نمیدونم ما اونجا بودیم اینو دید نه چی شد نفهمیدم. بالاخره کارش انجام شد، باز نمشکم کارش انجام داد. ولی من خودم 6 ماه دویدم برای یه مجوز، یعنی چی؟ الان درگاه گذاشتن که مجوز صادر کنه، میگه فلان مثلا من فلان بخش دولتی به درگاه وصل نشده. غلط کرده وصل نشده، مگه حکومت خود مختاره بی خود کرده وصل نشده؟ یعنی چی هر کی هر جا رئیس خود اعلام خود مخون باشه اینجا ما هم جمهور استقلال اعلام میکنیم، همینجا میدم دور اینجا زیم خاردار بکشن اعلام استقلال میکنم. یعنی چی؟ مگه میشه رئیس مثلا ثبت احوال بگه من وصل نمیشم؟ غلط میکنی وصل نمیشی، سر یه کد ملی دهن ما رو سرویس میکنن اونجا، موبایلتو میگیرن نمیذارن بری تو، بعد همه چی تو باید حفظ باشی. خب همه چی تو موبایل، نامه تو موبایل، مسیج تو موبایل، فلان تو موبایل، یعنی چی؟ میگه فلان جا وصل نشده، بی خود کرده ترک فعل، بگی پدرشو درار، مسئول باید وصل بشه، باید جلو. مگه نمیگی تولید سال تولید هر چیزی مانع تولیده، باید هر کس مانع تولید بشه خائنه، هر کی میخواد باشه، حالا یا منافقه یا احمقه. احمق هم منافق بدتره، چون منافق تش اینجا پول میگیره، اینجا فکر ردشو میزنی پیداش میکنن امنیتی یا تش. احمق نه جای پول میگیره نه جای فکر میگیره، همون کار منافق انجام میده به بهترین نحو، بدون مزد، نماز شب هم میخونه. پس این داستان، اگه من میگم درد و میگم که بگم آقا این من میفهمم، ولی بنده به عنوان یه آدمی که توی مملکت مثل شما دارم زندگی میکنم، با همه این چیزا که میدونم ناامید نیستم. هر کیم به کشور شما خدمت کرده تو 200 سال اخیر کشتنش داداش، بهش تهمت زدن، بهش خیانت کردن، اذیتش کردن. بعد خنده داره، فیلم بروجردی رو ساختن که چقدر بهش تهمت بزن چی، بعد تبلیغ میکنن ملت برید ببینید تو سیستمی که همون کار رو دارن ادامه میدن.
من فیلمو امروز دیدم مثلا تعجب کردم، گفتم اینو چرا تبلیغ میکنه مسئولین؟ اتفاقا بعد بگن فیلم ممنوع است نبینیدش، چون نشون میده جهنم عذابکش منافقه، نشون میده بروجردی نوع امر به معروفش با امر به معروف اینا فرق میکرده، نشون میده فقط خدا براش مهم بوده و مردم چی پشت سرش میگن واسهش مهم نبوده، نشون میده خودش وسط میدون بوده، نفر اول 10 بار نزدیک بود همونجا شهید بشه، نفر خودش وسط میدون بود نشسته عقب دستور بده حمله، این که هنر کردی. وقت مسئولین ما الان مثل بروجردی هن. تازه فیلمه دارم به شما میگم از 100 کیلومتری بروجردی رد شده بود، یعنی نزدیک هم نشده بود به شخصیتش، از 100 کیلومتری. ولی ببینید فیلمشو، با اینکه تبلیغش میشه اشکال نداره، باشه این فیلمو ببینید، ببینید که منافق چه شکلیه، ببینید که یه آدم واقعی چه مدلی عمل میکنه. شاید من 1000 تا انتقاد داشته باشم به اتفاقات اون دوره ها، اوناش مهم نیست، من میخوام روح قصه رو بدونید و بدونید که هر کی خواسته به این کشور خدمت کنه مال حالا نیستا، 200 سال اخیر رو بخونید، هر کی خدمت کرده چوبیلا چرخش کرده. خب باشه، از اینا ناراحت نشید، کم هم نیارید، نذاری من بینمون اختلاف بنزن. حالا بچه هیئتی مذهبی حزب اللهی چه میدونم اصولگراست، به من به خود من دیدید که فوش میدم فضا مجازی، آقا این بیدین، آقا این چیه. یکی اومده بود اینجا بعد داشت میره به من گفت که من میرم به همه میگم، گفت من اهواز اومدم میرم، گفتم چی میری؟ گفت میگم هم دیدم نماز خون هم روزه میخونه. گفتم توقع داشتی مثلا این چی؟ گفت نه اینجوری به ما نمیگه، یعنی یارو فهمی که اصلا ما با اهل بیت مشکل داریم. نه، ما با اونایی که پشت اهل بیت خودشون قایم کردن مشکل داریم، با اونایی که اسم امام حسین میگن به روش یزید عمل میکنن مشکل داریم. ما با اهل بیت مشکل داریم. کی با اهل بیت مشکل داره؟ ما با شهید مشکل نداریم، با اونایی که پشت شهید قایم شدن کیسه‌هاشون رو دارن پر میکنن مشکل داریم، با اونایی که حال مردم و شهداشون دارن به هم میزنن مشکل داریم، بچه‌ای که برای این خاک زحمت کشیدن جون دادن برای امنیتش برای اتحادش. خیلی جز آقا این فیلمو به جون خودم بد ببینید، آخرین صحنه‌ش اینه، بچه کموله رو که باباش کشته شده بود و مادرش هم کشته بودن اونا، داد به یک زنی که مثلا انقلابی بود، بهش گفت کینه ها رو بذار کنار، باید همو ببخشیم اگه میخوایم کشور اداره کنیم، این بچه رو تو بزرگ کن. آره آقا باید کینه ها رو بذاریم کنار، دشمنی های بی خودی بذاریم کنار، مملکتمون 85 میلیونیم، هممونم توش حق داریم، هممونم باید بهترین زندگی رو توش داشته باشیم، بیام جلوی این منافقا رو بگیریم. چجوری ما با هم متحد بشیم؟ نمیتونه چوبلا چرخ من کنه، تو نمیزدی، تو کارمند اداره کار منو نپیچون، تو گوش نده به حرف منافق، تو رئیس اداره پارتی بازی نکن، به حرف اون منافقه گوش نکن، نامه دادن به فلانی وام بدید نده، آقا بگو نمیکنم این کارو، نمی کنم این خلاف، نمی کنم این کارو، به تولید کننده واقعی بده، به ملتت بده. بابا یارو وام ازدواج میده 1 سال تو صف، به اونی که کار واجب داره کارش ضروریه وامشو بده. ملت پا هم وایسیم 4 تا منافق چه غلطی میتونن بکنن؟ ولی بین ما دعوا میندازن، اینا هیئتی ان، اینا هیئتی امام حسینی، هیئتی انقلابی، بعد انقلابی راستی، انقلابی چپی، بعد نمیدونم چپی رادیکال، چپی نمیدونم چی چی، انقلابی شل، انقلابی صف، نمیدونم آخوند چی چی، بعد سکولار فلان، تو خود سکولارش هم ول نکرده، اونام فرقه شدن، اصلا خنده دار نیست، یعنی دشمنامون هم با هم اتحاد ندارن، خیلی خنده داره، دوست و دشمن با هم مشکل داریم تو خود این، خیلی بده. خب باشه آقا بریزیم دوری حرفا رو، چی خوشمون میاد یه انگ بهمون بزنن؟ نه، ما ملتیم، یه ملتیم، 85 میلیون هممون حق داریم، با هر زبانی، با هر مرامی، با هر مسلکی، با هر دینی، با هر سلیقه‌ای حق داریم اینجا زندگی کنیم. بچه مذهبیه، زن چادریه حق داره، زن مانتویه حق داره، اونی هم که حجاب نمیخواد داشته باشه حق داره، همشون حق دارن توی مملکت، باید بتونن زندگی کنن با هم، باید با هم مسالمت آمیز زندگی کنیم و چوب لا چرخ هم نکنیم، مزاحم هم نشیم. من امروزشم برای کسی شفاعت میکردم، بعد یکی به من شنید تو تلفن، شنید
گفت این مثلا برای فلانی تو داری زور میزنی مثلا رضایت بگیری؟ گفتم آره. گفت ببین علیه تو مطلب نوشته. گفتم خب نوشته باشه. گفت مرد حسابی علیه تو مطلب نوشته، تو چرا داری این شفاعت میکنی؟ گفتم با ول کن تو رو خدا، نظرش نظرش راجع به منه که آقا میری مثلا سیاست حالیش نیست. خب باشه میشه جزء کفار؟ مگه من جزء اصول دینم جزء فروع دینم؟ هیچ چیز نیستم. حالا من قبول نداره نه اشتباهش، ولی نباید بری زندان. من بتونم یه روز کمتر بدی یه کار میکنم، یه روز کمتر بدی، یه ثانیه بتونم کمتر بدی کار میکنم، یه ثانیه کمتر بدی، نباید بری زندان. شما نمیدونید زندان یعنی چی بچه‌ها. به خدا کاش پای هیچ کس باز نشه به زندان. قشنگ زندگیتون رو دو قسمت میکنه، قبل از زندان بعد از زندان. یه موجود دیگه میشید، یه آدم دیگه میشید. نمیشه از روش اتو لاکش بخوای بیای بیرون، پدرت در میاد. من 5 روز انفرادی بودم، 5 سال کشیده بیام بیرون اتوش، 5 سال کشیده خاطراتش بکنم. مگه علکیه؟ پدرت در میاد، هر یه ثانیهش یه سال میگذره. نباید کسی پاش به زندان باز بشه، نباید کسی حتی بازداشت بشه، حتی نباید متوقفت کنم. نمیدونید هم که جلوی یکی رو میگیری میگی بزن بغل یا پایین ببینم مدارک، نمیدونی این کار چقدر بده؟ نباید این اتفاق بیفته. هر جوری میشه باید یه مکانیزمی بریزیم این اتفاقا کمتر. متوقف کردن کسی خیلی کار بدیه، و اگه کسی این کارو میکنه مجبوره برای امنیت این کارو بکنه، خیلی باید بلد باشه، خیلی باید روانشناسی بلد باشه، جامعه شناسی بلد باشه. موضع چه موضعی با راننده صحبت کنی؟ چرا قوه انداخته تو ماشین من، زن و بچه تو ماشین، یعنی چی؟ چه غلطیه میکنی بچه؟ چرا قوه میندازی تو؟ میدونی یعنی چی این کارت؟ حال نمیفهمی دیگه. من ازت کینه نمیگیرم چون بچه ای، نمیفهمی. خود من جای تو بودم، میدونم تو حالیت نیست، آموزش ندیدی، حالیت نیست. جلو ماشین که چراغ قوه انداخته، ای آجا خوبیم. آقا تو چه حقی داره چراغ قوه انداختی تو ماشین؟ زن و بچه تو ماشینه، منافق گرفتی، کف خیابون تهران رو بستی، اصلا غیر اصولی بستی. و چی بستی؟ اصلا چه امنیتی ایجاد میکنی اینجا بستی؟ رابندو فقط درست کردی، آموزش هم که ندیدی، چیزی هم که بلد نیستی، ناراضی فقط درست میکنی، فقط دشمنی درست میکنی. تو دشمن نیستی یا اونی که این خطو بد داده، یا میدونسته چه غلطی داره میکنه یا احمق نمیدونسته. در هر دو صورت داره به کشور خیانت میکنه، تو رو از چشم میندازه. ما بچه بسیجی بودیم دیگه، هنوزم هستیم. تو نه بسیجی سازمانی، محبوب بودیم آقا. ما همش تو دهاتا بودیم، یا داشتیم حموم میساختیم، یا مدرسه میساختیم، یا کلاس تابستونی برای بچه‌ها درست کردیم، ورزش درست کن، اردو ببر، این کارا میکردیم. محبوب بودیم هر جا میرفتیم. الان محبوبید؟ چرا به باد دادید محبوبیتو؟ خدمت میکردیم بدون منت، محبوب شده بودیم، نوکری مردمو میکردیم. ما خودمون 4 سال عشایر بودیم، با همین بچه هستن بعضیشون اینجا، 4 سال عشایر بختیاری بودیم. 120 تا بچه ها رو بردیم مشهد، اردو، اصلا تا حالا شهر رو نایده بودن از نزدیک. یک عشق و حالی، کلاس تابستونی گشته بودیم، فوتبال و بازی و داستان و هیچوم هم شدیم تو مسابقات، چون نه ما به اینا قرآن، حفظ قرآن یاد اینا دادیم، نه نمیدونم حفظ نهج البلاغه یاد اینا، هیچی. اصلا رفتیم تو مسابقات هیچوم شدیم، فقط بازی کردیم 45 روز عشق کردیم با بچه ها. خب یه هزاری هم هیچکی نگرفتیم، تازه اگه جایی هم یک بودجه اومد گذاشتیم رو هم بچه ها رو بردیم اردو، کلی هم صفا داد، خاطره درست شد، چی محبوب بودیم. خدمت بدون منت محبوبیت میاره. خب چرا منو بذاری جلو مردم؟ من جلو هیچکی نیستم، من همچنان بسیجی هم، ولی کنار مردمم، روبروی هیچکی وای نمیستم. مردمم برام فرق نمیکنه، زن چادریه با مانتویه با بیهجابه واسه من یه پا میره، همهشون خواهرم. من اگه کوچیکتر همسن من خواهرم، از من کوچیکتر دخترم، از من بزرگتر مادرمه، تموم شد رفت. من جلو کسی وای نمیستم، هم از ابراهیم همت یاد، من همه زندگیم به عشق مصطفی چمران زندگی کردم و داستانا مصطفی چمران خوندم و ابراهیم همت و محمد بروجردی و حسن افشردی و مهدی باکری و حمید باکری و مهدی زین الدین، من با اینا، ما خاطرات اینا بزرگ شدم. بچه یکیشون رو دیدم انقدر باباش گفتم، گفت تو انقدر با بابا من زندگی کردی، من خاطراتشو خوندم، با عشق اینا بزرگ شدیم. ما از اینا یاد نگرفتیم جلو مردم وایسیم، به هیچ وجه کنار مردم وایسیم. و مردم یعنی مردم،
فرق نمیکنه که این کرد، لور، بلوچ، ترک، عرب، نمیدونم مازنی، گیلک، گیلکیه، گیلکه، نم برام چه فرق میکنه؟ همه جای مملکت ایران هم بچه بلوچ اومده بودن مهمون من شده بودن، سنی هم بودن، اومدیم قم، به من گفت میتونیم بریم قم، گفتم عزیزم بچه این کشوری یه جوری میگه انگار یه کشور دیگه اومدی، بچه این مملکتی، کی حق داره جلو تو رو بگیره؟ با لباس بلوچی اومده بودن، کسی حق نداره جلو تو رو بگیره. مگه ایران فقط تهران و قمه؟ زاهدان ایران نیست؟ سیستان ایران نیست؟ سنندج ایران نیست؟ پاوه ایران نیست؟ تبریز ایران نیست؟ شیراز ایران نیست؟ همش ایرانه. اهواز ایران نیست؟ همش ایرانه. حالا بچه بلوچ اومده تو قم، به من میگفت واقعا میشه بریم قم؟ اووردمش، بردم حرم، بردم حوزه علمیه، بردم مرکز چیه این کتاب اینترنتی نور، بردم براش کل این کتابای این کتاب متاب دوستاش، گفتم من نمیتونم برات کتاب بخرم، ولا سی دی برات میگیرم همه کتابا توشه، بردم این نرم افزار رفتم توی هارد همه براش دادم بهش، اصلا ذوق کرد. و اما اومدیم قم، یعنی چی بابا؟ برای چی باید احساس کنی انگار اومده یه کشور دیگه؟ هر کسی میتونه جلوشو بگیره بگه تو کی هستی؟ خب آره من اینا رو میگم، ولی تاشم نسخم اینه که روبرو هم دیگه وای نستیم، کنار هم باشیم. من بچه مذهبی هم، بچه هیئتی هم، روزه خونم، دیدی که ما چه روزه میخونیم. خب باشه، حالا قراره چون مثلا تو مثلا به اهل بیت، حالا مثلا اهل سنتی، نه اصلا تو مسیحی، یهودی، کلی رفیق یهودی دارم تو همین تهران، یهودی هم اصلا با هم رفیقیم، خیلی کاسبای منصف و خوبی هم هستن، هیچ خطایی من تا حالا ازشون یه دونه خطا هم ندیدم. حالا آدم یهودیه، مسیحیه، ما اون دفعه مشهد بودیم نشسته بودیم دور بعد هیئت حرم اومده بودیم توی خونه که دوستان داشتیم صحبت می‌کردیم، من همینجوری بهش گفتم، داشتم صحبت می‌کردم گفتم بعضی منبریا میرن رو منبر مثلا به مسیحی‌ها توهین می‌کنن، بعد یکی اونجا گفت که بهش گفتید؟ گفتن به خدا بهش نگفتیم. گفتم چی؟ گفت من مسیحی‌ام. من صحبتاتو شنیدم، مثلا دوست داشتم بیام ببینم بچه‌ها، گفتم بیا تو خونه ببین، فکر کرد مثلا به من گفتن این مسیحیه، من دارم به نفع این صحبت، مسیحیه بچه‌ی مملکته، چه مگه دین میتونه مرز باشه؟ دین مرز نیست. من قربون حضرت عیسی برم، اصلا خنده دارش اینه که تمام انبیا رو ما پیغمبر خودمون میدونیم، الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، قربون حضرت مسیح هم برم، قربون حضرت موسی هم برم، هر چی پیغمبر داری من فدا هم پی، قربون حضرت زرتشت هم برم، هر کی حرف حساب زده ما نوکرش هم هستیم، خاک پاشم میبوسیم، چیز نداریم که. هیچی نباید ما رو روبرو هم بذاره. سلیقه سیاسی آقا این دولت، بله بنده با آقای رئیسی رأی ندادم، هیچ وقت دیگه هم رأی نمیدم بهشون، بخاطر چون دوستش دارم بهش رأی نمیدم، چون این کاره نیست. خب حالا فعلا شده رئیس جمهور مملکت، خب باشه من هر کمکی بتونم بکنم میکنم، من که نمیخوام بخوره زمین، بخوره زمین مملکت بخوره زمین. ولی معتقدم اگه منصفید، هر کی که تو دولته، تو چه میدونم نهاده، تو ستاده، هر کی هر پستی داره، اگه فهمید نمیتونه با خدا معامله کنه، صبح استعفاشو بده بره کنار، بده به، یا حتی اگه یکی میدونه خودش بهتر بلده بره کنار، بده به اون که بهتر بلده. ولی من حاضر نیستم چوبلا چرخه اینا بکنم، به هیچ وجه، این کارو حرام میدونم. حرفام هم چوبلا چرخ دولت کردن، دارم بهتون کمک میکنم، حالا چه بفهمید چه نفهمید، چون مملکت ماست، ارث بابا شما نیست که، مملکت مال هم هست، اتفاقا مال خود شما هم هست، پس خرابش نکنید. ولی من حاضر نیستم روبرو هیچکی وایستم، به هیچ وجه. استاد شکست خوردن تو جنگم، چون هرچی جنگی میدم برادرام روبرو وایستادن، من وای نمیستم روبرو برادرام. شما بردید، شیش هیچ به نفع شما، تو تاریخ هم ثبت کنید. باشه، قرآن میگه ها، حابیل به قابیل گفت تو دست دراز کنی برای کشتن من دست دراز نمی کنم برای کشتن تو، چرا داداش همی؟ نمیخوام تو رو بکشم. پس هزار بار دیگه روبروم وایسن، من خودم، من جنگی ندیدم روبروم دشمنی باشه، همش بچه مملکت خودم هم. حالا سلیقه سیاسیش به من نمیخوره، سلیقه دینیش به من نمیخوره، سلیقه فکریش به من نمیخوره، چی نمیخوره؟ خب باشه، یکی به من گفت شما رو خلل لباس کردن انتقاد میکنیم، مگه من روانی ام؟ مگه من عقده ای ام؟ چهار پارچه بوده دیگه،
خب باشه، چه ربطی داره؟ اون قاضی که حکم داد، اون دادستانش، اون نمیدونم چی بود، بازپرسش، اونی که اجرا کرد، به روش بدی هم اجرا کرد. من رفتم کربلا همه‌شون رو دعا کردم. گفتم امام حسین من نمیخوام کینه‌ای باشم. همه رو من میبخشم. حالا تازه اونا ممکنه بگه اصلا ما به بخشش تو احتیاجی نداریم. باشه احتیاج نداری، باشه. هیچ اشکال نداره. من همینش هم بخشیدم واقعا. نوکرتون هستم. ولکم بابا. حالا من میام کینه بگیرم که تو یه حکم دادی به من. تو منو فرستادی سربازی با 43 سال سن، با 3 تا بچه، با 10 تا کارگر. خب باشه بفرست. تجربه زیبایی بود، خیلی لذت بود. همون 3 روزی که تو سپاه بودم خیلی حال داد، همون که منو بیرون کردن خیلی حال داد، اصلا خیلی چیز جذابی بود. شب رفتم هتل، صبح اومدم پادگان، دوباره زور بیرونم که خیلی خوشمزه بود. همین کاری که ارتش که بی نهایت به ما محبت کردن. من ناراحت نیستم، تجربه به دست آوردم، ولی برای بچه‌هامون نمیپسندم این کارو، چون همه ظرفیت‌ها مثل هم نیست. بچه میره تو سربازی خودکشی میکنه، نکنید. حقش نیست بچه لیسانس بره گلدون آب بده، بره جارو بزن، بره رو دکل اگه پادگان خالی مواظبت کنه. ارزش این بچه کل پادگان بیشتره. نکنید آقا. بله سربازی نباید اجباری بشه، باید حرفه‌ای بشه. من به عنوان تجربه بهش نگاه میکنم، ولی همه بچه هامون این ظرفیت رو ندارن، خودکشی میکنن تو پادگان و بچه ها. خب نکنید این کارا رو. الان دل سرد شده حرفای من؟ وقتم تموم شد، سخنرانی هم نکردیم. خب حالا بذار من یه رو وقت دارم تا 12 بحثمونو بگیم، بیاید از این چیز بیرون. این فیلم رو ببینید، این فیلم رو ببینید، حتما ببینید. با اینکه پولش فیلم حالا مهم نیست، پولش هر که خورد خورد، مهم نیست. چی؟ به خاطر رفتار ما. نه رفتار ما نیست، ما شما رو نگفتم. ما گفتم به شما دلیلشه دیگه، رفتار ما. من آخوندم عزیز من، من مسئولم، منم مسئولم. تو فکر کردی الان من فقط مسئولین غلط کردن؟ اشتباهات همسال ما. خب وقتی من میبینم مسجد، همین مسجد ما میرفتیم، خدا میدونه با امام جماعت هماهنگ کردیم و دم این رو ببین، دم اون رو ببین که اجازه بدن بچه ها بیان تو مسجد. رامون نمیدادن تو مسجد. من یادمه بعد امام جماعت کلی زمین سازی که با ما هماهنگ بود که ما بچه ها رو بیاریم تو مسجد. بعد یه بار بچه ها شلوغ کردن، این دوستان پیرمردا حواسشون پرت شد که همشون هم مردن، خدا رحمتشون کنه، یه دونهشون زنده نیست. اون پیرمردا که می اومدن پر بود مسجدمون، همینجا بودیم ما، مسجد تاج غضنفر بودیم. بعد یه بار نمازشون خراب شد، پیرمرده پاشد به من میگفت همه این آتشا زیر سر توئه، نماز ما رو خراب کردی. گفتم حاجی جون شما رو جای دیگه راحت نمیدن که عزیز من، کجا میتونی بری؟ حالا موقع مثلا کافینت بود، خیلی جای چیز میرفتم بازی میکردم. گفتم کافینت راحت میدن، کافه کجا راحت میدن؟ این بچه هزار جا راش میدن، حال کرده اومده مسجد، حالا یه ذره شیطونی کرده چیه؟ خب متوجه نمیشد اون مسجد چرا خالی شده. امام جماعت واقعی هر مسجدی باشه همین الان هم شلوغه. امام جماعت نابلده، اصلا امام جماعت میدونی یعنی چی؟ امام بعد مردم بخورنش، هلو باشه. خب من با بد اخلاقی برم بعد حقوق بگیرم من مسجد برای نماز خوندن، 4 تا چه میدونم مغازه های مسجد هم نمیدونم چیکار کنم، بعد بد اخلاقی کنم، سلیقه سیاسی بیارم تو مسجد. مسجد جا سلیقه سیاسی نیستش که. سیاست چه ربطی به سلیقه داره؟ سیاست یعنی مردم مشارکت کنید، براتون اهمیت داشته باشه آیندهتون. اما سلیقه یعنی فقط به فلانی رأی بدید، فلانی یزید، این امام حسینه. امام جمعه این غلطا رو میکنن، اشتباه رو میکنن. خب بله با رفتارشون مردم رو زده میکنن. من با شکم سیر بگم ملت روزه بگیر، خب مردم حالشون بد میشه. حرف و عملم با هم نخونه، حالشون بد میشه. فکر کنید چرا مردم دین زده شدن؟ شعار دینی دیدن، رفتار غیر دینی. شعار بهش، رفتار جهنم. شعار حسین، رفتار یزید. نمیخونه عزیزم، زده میشه. حق دارن، حق ندارن زدشن. ها خونی همینو دارم میگم دیگه، دارم همینو میگم، میگم نفاق میبینن زده میشن. ما تعارف میکنیم، بچه تعارف نداره که.
با من بچه خودم میشونه نقد میکنه، میگه شما رو منبرت اونو گفتی بعد الان این کارو کردی، این با اون نمیخونه، اینا مثل هم نیست. بچه خود من میشینه منو آنالیز میکنه، عده تیرکمون سنگی نیستش که، بچه قشنگ میشینه آنالیز میکنه رفتار و عمل و گفتار تو، میگه این گفتار به این عمل نمیخونه، تمام. و بچه های ما مثل ما نیستن، نسل دیگری هن، رو دربایسی هم با کسی ندارن، دمشون هم گرم. من بهشون امیدوارم که دست از سر این دین مسخره که ما درست کردیم بردارن، برن یه حقیقتی رو پیدا کنن. پیدا میکنن، جوینده یابنده است فطرت. کسی که مخالف آزادیه به فطرت بی ایمانه. من به فطرت ایمان دارم، فطرت قطب نماست، آدم رو میرسونه به حقیقت. ما هی سنگ چیدیم آهن چی ریختیم دور اینا، قطب نماشون اشتباه میکنه، اینا همه آهنا رو میریزن دور، قطب نما درست میشه. سوالی که کامل گوش ندید چجوری میخوام از این سوال؟ نه اون قسمتش که گوش ندید. سوالتون که از دیگه خط بیشتر نبود، کلم توست که اندشه، اما اینکه من خودم توی چندین سالی که دنبال همچین جوابی بودم جوابی پیدا نکردم. خیلی آرام دیگه اینکه شما جواب پیدا نکردی سوال من غلطه؟ نه اتفاقا من میخوام بگم از این طریق که دنبالش میرید هیچ وقت به جواب نمیرسید. من میگم شما با علم نمیتونی خدا رو ثابت کنی، نمیتونی. من که هفته پیش حرفمون این بوده دیگه، اگه گوش میدادی. گفتم چی؟ گفتم چرا زیربنای علم چی؟ اصلا علم چی رو ثابت کردیم ما تو علم؟ اتحاد عالم و معلوم مگه ثابت نکردیم اینو؟ گفتیم آقا اتحاد عالم و معلوم کاریش نمیتونی بکنی، ثابت شده است. شما نمیتونی با اون یکی بشی، چجوری میخوای ثابتش کنی؟ محیط شدی به خدا؟ چجوری به بی نهایت محیط میشی که میخوای ازش بگی؟ هر کاری بکنیم ما حد برمیداریم. حتی بی نهایت هایی که ما میگیم حد داره، میگه حرارت بی نهایت حد داره. آقا منظورش زیاده، اصلا بی نهایت رو درک نمیتونه بکنه. غیر از این که علوم پایش چیه؟ علوم بر اساس چی درست شده؟ بر اساس تکثر در عالم درست شده. عالم رو متکثر میبینید، بین این تکثر اجزا روابط میبینید، بهش میگید علوم. اصلا عالم متکثر نیست. اگه بخوای خدا رو ثابت کنی باید وحدت ببینی، نه باید کثرت ببینی. علمی که زیر بناش کثرته، میخوای باش وحدت رو ثابت کنی؟ یعنی زیرا به خودش رو بزنی؟ نمیشه که. من درست، من اشتباه منظور شما رو متوجه شدم. علم شما منظورتون علم تجربیه؟ همش، حتی فلسفه، حتی زیربنای فلسفه همینه که عالم متکثره. عالم متکثر رو بینش روابط دیده. با هیچ کدوم از علومی که الان تو دست ما هست نمیتونیم خدا رو ثابت کنیم. معارفی شما در چه کلاس قرار میگیره؟ عرفانه؟ دنبال اسمی؟ خب من نه، هیچ اسم نداره، اسم نداره. من یه نقدی دارم میگم، شما ببین درسته یا غلطه. میگم زیربنای علوم تجربی چیه؟ عالم محدود، ماده محدوده، عالم متکثره، غیر از اینه؟ خب میگم با این نمیتونی به اون بی نهایت دست پیدا کنی، چون اساس این بر این وضع شده که عالم محدود است. بر اساس عالم محدود شکل گرفته، بر اساس عالم متکثر شکل گرفته. با این ابزار نمیتونی بی نهایت رو وزن کنی، نمیشه، تو چنگت نمیاد. من یک جور دیگه احساس میکنم، این تنها نظر من نیست، نظر شاید خیلی باشه. حالا چون نظر خیلی هست مفهومش نیست که درسته. حالا شما از نظر خود دفاع کن. هست خب رواج داره، این نمیشه خدا رو ثابت. خب گفتم نمیشه؟ نه اصلا نمیشه. خب آره، نه 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 نه، حالا به من اجازه بده. با این علومی که داریم الان نمیشه، منم با شما هم عقیدم. اما اگه من یه راه دیگه براش پیدا کردم، حاضری بهش فکر کنی دیگه؟ خب دیگه، پس با هم عقیده ایم، الان هیچ مخالفتی با هم نداریم. بنده هم معتقدم با این علوم حتی با فلسفه نمیشه خدا رو ثابت کرد.
اصلا این علوم قدش نمیرسه بخواد بی نهایت و وضع بکنه، اصلا برای اون وضع نشده، اصلا برای اون ایجاد نشده. میدونی این مثل اینه که مثلا یه چیزی مالی یه چیزی نیست، مثل اینکه بگی آقا شنیدم اگه برید مثلا روزی 2 کیلو آووکادو بخورید ریاضیتون خوب میشه. آقا اصلا ربطی به هم نداره، خوردن یه چیز دیگه است، یه کار دیگه میکنه، ریاضی یه داستان دیگه است، ربطی به هم نداره، دو تا چیز مجزا است. البته من این تجربه رو دارم، من خودم یه اعتقادی دارم، حالا خیلی درست نیست نمیخوام وارد بشم، ولی من کل هستی ما هستیمون رو مادی میدونم. خب باشه اشکال نداره، حتی روح و دنیاهای بعدی اشکال نداره، حتی اجنه اونها رو مراتب بالاتری از این مادی ماده میدونم که حالا ما هنوز علممون به اونجا نرسیده، ولی وجود خدا اصلا دایره ماده حالا با هر مرتبه خارجه اشکال نداره، تا اینجا باید موافقم هیچ یعنی اگر بتونیم ذره با این چش که گفتی خارجه ها، با اون که گفتی نه اجنه جنسن و اینا، با اونا موافق نیستم، اما با این تیکش که میگی خدا از این ماده اصلا خارج فهمش، با اون موافقم. با این که اون مثلا ممکنه اصلا شما بگی اصلا خدا رو نمیشه ثابت کرد، من با اینم موافقم، چون شما دسترسی به علوم غیر از این علومی که هست نداری، که با این علوم هم نمیشه خدا رو ثابت کرد، تموم شد رفت، مشکل ندارم بات حله، با این علوم نمیشه. شما ثابت کردی اتحاد عالم و معلومو، بعد وقتی ثابت کردی اینو الان بخوای بگی خدا رو، یعنی بر خدا محیط شدی، نمیتونی بشی. چجوری به بی نهایت محیط شدی میخوای ازش حرف بزنی؟ نمیتونی. تو الان بی نهایت هم که میگی حد برمیداره بی نهایتت، بی نهایتی که ما میگیم یعنی خیلی درکش نکردیم، که چون گفتیم ببین اینا یه چیزایی که دیگه ثابت شده، راجبش کلی حرف زدیم که آقا شما چیزی رو که میگی هستی، برش محیطی که میگی. خب الان وقتی خدا رو میگی برش محیط میشی میگی؟ بعد ریشه این علوم بر اساس محدودیت، چجوری با قاشق میخوای دریا رو وزن کنی؟ مگه میتونی؟ اونم دریایی که میگی لایتناهیه، چجوری میخوای وزن کنی؟ فقط باید اعتراف کنی که نمیتونی، یعنی فقط باید اعتراف کنی که آقا من نمیتونم تو رو درک کنم، با این علوم نمیشه درک کرد. بله نمیشه، یعنی مگه فقط یه شهودی بکنی بتونی یه چیزی گیرت بیاد؟ اگه راه دیگه ای غیر از این راهایی که هست، ولی اگه منتها من دنبال چیم؟ من دنبال اینم یه سیستمی طراحی کنیم که بتونیم یه چیزی بفهمیم، حداقل بتونیم نزدیک بشیم به این مفهوم، چون با این علوم نزدیک هم بهش نمیشه شد. شما نگاه کن دیگه، این علوم خواسته خدا رو ثابت کنه، گفته مثلا علت و معلول، هر معلولی علتی دارد، خب بگه علت و علل همه چیز معلول هم خود آقا میگه هر چیزی یه خالقی داره، بعد میگه خب بعد بچه بهت میگه اون خودشو که خلق کرده، میگه نه دیگه اون دیگه خالق نداره، نمیتونه جواب بده آقا، نمیتونه اصلا بچگانه است، نمیشه، نمیچسبه. شما کدومتون با برهان علیت خدا رو شناختین؟ به من بگی بدونم کدومتون بگه دو رکعت نماز میخونم از سر برهان علیت الله اکبر، اصلا داریم یه همچی چیزی؟ نمیخونه، پایش شله، نمیتونه اثباتش بکنه، چون اساسش برای این کار نیست. اساس این علوم حتی فلسفه ها بر اساس ذهنیت هاییه که عالم رو متکثر میدونه و انسان محدود، یه پارچه نمیبینه عالمو. خب وقتی عالمو متکثر میدونه، انسانو محدود میدونه و بر اساس این ذهنیت ها نشسته فلسفه رو بافته، با این که نمیشه خدا رو پیدا کرد که. آقا محدود که نمیتونه آینه نامحدود بشه عزیز من، علومی که بر اساس محدودیت بنا شده که نمیتونه آینه نامحدود بشه که، این که خیلی روشنه. پس باید یه کار دیگه بکنیم، باید یه طریق دیگه نزدیک بشیم به این مفهوم، باید یه سیستم دیگه بچینیم. 12 راجبش با هم صحبت میکنیم، ایه نداره که، بذار شعبه بشه بشینه تو ذهنه. هفته پیش هم نصفه اومدی گوش دادی. سلام عرض ادب، خواستم یه حالت صحبتی بکنم، صحبت این که بحثای سیاسی و اجتماعی که آیان میکنی،
طبق همون مثالی که فرمودی که من این یه دکتری هستم که ایرادا رو میگم، هم اینا هست، ولی خب ناامیدم نشد. عرض این که الان من یه دکتری دارم برای خودم میبینم که این دکتره داره میگه تو این مریضی داری، این مریضی داری، این مریضی داری، فقط مریضی رو میگه و میگه خب یه دونه قرص هم هستش دیگه. تو اجر زن میشی؟ بله فرمایشتون میفهمم. الان یعنی من خودم با اینکه حالا ما هم فکر کنم همکار هستیم که بحث سن تولید اینا با هم کار میکنیم، ما شریک صنعتی محمود آباد تولیدی داریم، با همه این مسائل از شرکت شرکای صنعتی بگیر تا وزارت خونه ها و بانک ها، همه اینا رو من دیدم و پشش لمسش کردم در رفتم اومدم، ولی من هم مثل شما ناامید نشدم، چون یه چیزی رو برای خودم قرار دادم، یه هدفی و یه مسیری رو برای خودم ترسیم کردم، توجه ارزم میشه. ولی الان مثلا ما اینجا چند جوان زیاد دارم میبینم، همسنسال خودم بزرگتر از من، کوچیک‌تر از من، این حرفایی که از سمت شما اومد به سمت آلوادشم میشیدم و اولین بارم از خدمتون برسم، به خودم فکر کردم، گفتم که اگه بشینیم فقط به این حرفا اکتفا بکنیم، درسته نظر شما هم فکر نکنم این باشیم ما فقط به حرفای شما اکتفا کنیم، آیا امیدوار میشیم یا کلا ناامید میشیم مثل همون آدمی که میذاره میره میشیم؟ متوجه میشیم؟ یعنی هر زمینی که ساختمون رو خراب کردنش خیلی راحت تر تا ساختنش، یعنی ما یه ساختمون که یکی دیگه خراب کرده، نه ما فقط گفتیم خراب است تو سرت نریزه. اوکی درسته حرف شما، یا ولی اون ذهنیت رو دارم عرض میکنم، اون کسی که خراب کرده کاری نه، اونگه اصلا اونم خراب کرده، من هم با اونم موافق نیستم. عرض من اینه که یعنی این دیدگاهی که توی ذهن ما قرار میگیره از این جهت که مثلا این اتفاق افتاده، یعنی من داشتم به صورتون خیلی دقیق هم گوش دادم، من نمیدونم تونستم عرضم رو برسونم، تقریبا فکر کنم 20 دقیقه 25 دقیقه شما فقط گفتید نهایت گفتید که حالا ولی من ناامید نشدم. اینی که میگید من ناامید نشدم خیلی درسته، حرف درستی هم هست، ولی برای منی که دارم شنوندم و مستمع حرف شما هستم، اینه که میگم خب این ما رو اووردیم توی یه زیرزمینی و گفت که یه سوراخی مثلا اونجا میتونی بری بالا، یعنی تناب برامون ننداختی. ببین ما یه چیز به شما بگم، یه اشتباه نکن، ما پارسال تا الان مثلا تو همین دو سال اخیر حداقل 100 جلسه سخنرانی بوده، موضوعش هم چیزی بوده که کارمونه، من یه محققم کار دینی میکنم، موضوعش هم انسانشناسی بوده، تو این 100 جلسه 200 جلسه همش مثلا شما فرض کن مثلا 200 ساعت ما صحبت کرده باشیم، 20 ساعتش این حرفا، 180 ساعتش موضوع خودمون رو گفتیم، بحثی که کارمون بوده رو گفتیم. ها؟ اینستاگرام فلسفهش با چیز اینا، خب باشه اینستاگرام فالوورش اصلا چیزی که دنبالشه، یعنی فضای اینستاگرام با مثلا فضای یوتیوب یا تلگرام فرق میکنه. همین رو می‌خواستم بگم. اینستاگرام شما 4.5 تا داره، اکثر ویدیوها کوتاه، همه جنجالیه. خب بعد من اینکه یه درصد میام توی نه الان کی میگه همه جنجالیه؟ اکثر. نه اکثرش اینجوری نیست، نه آمارتون اشتباهه، نه اصلا اینجوری نیست، شما نه 51 هم نیست آخه، مشکل همینه الان، مشکلم 4-5 تا پست آخر موضوع داره، زیرش مطلب نوشته شده، شما میگی اکثر. آقا عزیز من کاری نداره که تحقیق 200 تا 300 تا که بیشتر نیستش که، برو موضوع 200-300 تاشو بنویس. آقا نه ندیدی، تحقیقی، کار تحقیقی یعنی 1-2-3 بشون یه کار آماری بکن، کاری نداره که، شما که اینقدر برات مهمه پاشد اومد اینجا داری راجبش صحبت میکنی، یه وقت بذار یه هفته یه کار آماری بکن، بگو آقا این موضوعاتو شما صحبت کردید راجبش، خب برو درار، اینجوری که شما میگید نیست. چند نفر معرفی کردن شما که نشد کار علمی که عزیز من، شما داری یه آمار میدی، میگه اکثرش جنجالیه، مگه نمیگی اینو؟ خب من میگم شما برو کل ویدیوهای منو موضوعاتشو درار بنویس توی دونه برگه بنویس، بعد ببین اکثرش جنجالیه یا موضوعات دیگه ایه. نه حتی این اتفاق هم نمیفته، حتی همینی که شما میگی اتفاق نمیفته، مثلا من ویدیویی آقا بذار من میدونم چی داری میگی دیگه، دارم جوابتو بهت میدم دیگه،
من ویدیو دارم 8 میلیون بازدید شده، مطلب دینیه، هیچ انتقادی هم نیست. گفتم گفتین یه بار گفتم ما ویدیو جنجالی می‌ذاریم 5 میلیون ویو می‌خوره. عزیز من ویو بخوره، مگه شما سوال نمی‌کنی؟ عجب گیری افتادی ما. شما مگه سوال نمی‌کنی؟ شما میگی میگه اکثرش جنجالیه دیگه، خوبه؟ به شما میگم برو نگاه کن، اینجوری نیست. کاری نداره که یه هفته به خودت وقت بده به جای اینکه هی یه چیزی رو تکرار کنی. برو آمارشو درآر ببین اکثرش جنجالی یا نیست. میگم ما 2 ساله داریم اینجا صحبت میکنیم انسان شناسی، 200 ساعت 20 ساعتش بحث انتقادی نبوده. بعد شما میای میگی اینا اکثرش چی بوده؟ من کار خودمو دارم میکنم. من که کار خود، آقا من به یوتیوب چه کار دارم؟ مثلا فضا مجازی چی کار دارم؟ الان لایومون تو اینستاگرام داره پخش میشه، لایوش داره تو اینستاگرام پخش میشه دیگه عزیز من، هر هفته داره لایو اینستاگرام پخش میشه. بحث انسان شناسی هم داریم میکنیم 2 ساله. تو این 2 سال هم تو 200 ساعت 20 ساعتش انتقاد نبوده. تازه همون انتقاداش هم با جهت انسان شناسیه، یعنی انتقاد چیزی نیستش که آقا بیام یه چیزی بدون مبنا بگیم. خب تموم شد رفت، کارمون معلومه، شغلمون هم معلومه. مگه مردم فقط زبونتو میبینن؟ من وسط ایران وایسادم، هر کشوری تو جهان بخوام برم میتونم برم. آقا سیف بشه نشه، یارو داره میبینه دیگه. شما هی میخوای ثابت کنی که چی میگم؟ برو تحقیق کن، به خودت وقت نمیدی، فقط انتقاد رو میگی. آقا من اصلا کار ندارم به یوتیوب و دیدی نیدی، میگم شما گفتی، شما میگی اینستاگرام شما اکثرش جنجالیه، میگم برو آمارشو درار ببین اینجوری نیست دیگه. من ساختم، خودم گذاشتم اونجا، میگم برو نگاه کن آمار، به خودت وقت بده بجن که باز دوباره الان حرفتو تکرار کنی. هفته دیگه بگو نه آقا شما اشتباه میکنی، اینها اکثرش جنجالیه، کاری نداره که، یا کار آماریه. غیر از این که آقا شما فقط زبونی که نمیبینی، که رفتارش هم داری میبینی. من توی مملکت باشه دارم مثلا سربازی مو رفتم به خاطر اینکه مجوزامو نمیتونم بگیرم. من الان میخوام مجوز صادرات بگیرم، دامپزشکی به من مجوز صادرات نمیده، میگه بعد پایان خدمت بیاری. من رفتم پایان خدمتمو بگیرم، 2 ماه مونده بود خوردم به این قانونی که گفتم بالا 40 سال 3 تا بچه معافه. من که 2 ماه از سربازی مونده، من بدون اینم برج 5 1 5 تموم سربازیم. خب نمیبینید که من رفتم سربازیمو برای اینکه یه مجوز صادرات بتونم بگیرم؟ مردم اینو نمیبینن، فقط میگن انتقاد کرد، کاراشو نمیبینن. تو این فضایی که همه دارن میفوشن میرن، ما وایسادیم داریم تولید میکنیم، داریم کار میکنیم، اینو نمیبینه کسی؟ چرا نمیبینه؟ میبینه، قدردانی هم میکنه. دیروز یارو برام 6 تا عکس عسل فرستاده، نوشته ببین ما حواسمون هست، ما خرید کردیم، میخوام مثلا معلومه که این داره میخره که تولیده اتفاق بیفته. خب اینجوری نیستش که شما فکر کنی آقا دوتا انتقاد کرد، این فقط انتقاد میکنه، کارهای منو نمیبینن مردم؟ چرا نمیبینن؟ غیر از این که من کارم فکریه، من یه محقق دینیم. شما 2 سال اینجا میاد بحث انسان شناسی، حالا اینا که میان 2 سالشون میان، حالا مثلا شما میگه تو یوتیوب دیدم، جلسات ما چند ساعت است تو یوتیوب؟ خب 2 ساعت 3 ساعت راجع به چی صحبت میکنیم؟ خب دیگه پس چی میگین؟ کارمون رو داریم میکنیم. خب دیگه اینستاگرام گفتم اینستاگرام اصلا آقا جون شما باید پلتفرمو بدونی، هر پلتفرمی فلسفش چیه، دنبال چیه، هر پلتفرمی دنبال چه اتفاقیه. مردم توی اینستا میان 2 ساعت منبر گوش کنن، که همین لایو میشه بذاری، حتی سیوش نمیشه بکنی. اینجا میان گرسه چی میگن کپسولی یه چیزی بگیرن برن، اصلا فضاش یه فضای دیگه است. یوتیوب داستانش جداست، اونایی که یوتیوبیان آدم هایی که میرن ویدیو 2 ساعته نگاه میکنن، ویدیو 1 ساعته نگاه میکنن. فقط من نیستم اونجا ویدیو 3 ساعته میذارم، اونجا ویدیو زیر 30 دقیقه اصلا نمیبینی، فلسفش یه چیز دیگه است. من که نمیتونم توی پلتفرمی که یارو اومده 4 دقیقه حرف گوش بکنه 40 دقیقه حرف بذارم توش، این که به این بردن حرفه. شو جاشو بر... الان اینجا منبر، اینجا جلسه ما ته نداره، همه میدونن ما 10 شروع جلسه مونه تا هر وقت حرفمون تموم بشه ته نه. خب اینجا من میتونم بشینم 3 ساعتم حرف بزنم، ولی همین خود من ماه رمضان 20 دقیقه صحبت میکردم، چون خواستم آقا عبتایی صحبت کنه، گفتم آقا یه آدمی یه عالمی آوردی، من 20 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه چند جلسه شما حرف نزدم، کسی دیگه اومد صحبت کرد. باید جاشو بدونید که اینستاگرام جای منبر نیست، همین لایو بتونی بذاری گوش کنن. اونجا اومده طرف کپسولی یه چیزی بگیره بره، 4.5 میلیون فالوور که خب یوتیوب هم میتونم برم ببینم، مگه نمیبینن یوتیوب ما رو؟ پس چرا یوتیوب عضو نمیشن؟
چون یوتیوب اصلا فلسفه‌اش یه چیز دیگه است، جای آموزشه. حالا این کشور برشته اونجا که جای آموزش رو فیلتر کرده بود، اینجایی که جای کپسولی بود و باز گذاشته بود، حالا که الحمدلله همشو بسته به فضل خدا، عقلشون نمیرسه دیگه. وگرنه به من بگم باز کن، میگم آقا یوتیوب رو باز کن، پر آموزش توش، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میتونی بری یاد بگیری آموزش زندگی کردن، کار کردن، غذا پختن، وسایل خونه رو تعمیر کردن، درس خوندن، چیز یاد بگیری، هر چی آموزش میخوای تو یوتیوب هست. اصلا آمار منظور بود که اینستاگرامو 90% رو کپسولی اصلا شناسی بذاریم. من حرفم این بود شما خودم جنجالی همش داری نقد میکنی. نه من چون مخاطب دورم به نمایندگی ایشون، اگر معذرت بخوام فرمایش ایشون حالا ازش اجازه گرفتم من به جاش سوال بکنم، از دل پلید منم گذشته این فکر که حالا الان بگم بعضی از ما فکر میکنیم که چون خیلی ها بودن، حالا شاید کمتر از شما انتقاد کردن، باشون برخورد شده، یعنی به شدت باشون برخورد شده، ولی ما تعجب میکنیم چرا اون برخورده با شما نمیشه. من الان این فکر بریم البته کشور ما که میدونی چجوریه که یه عدمون خیلی دنبال نن من غریبم بازی در آوردنیم. من 100 تا زنگ بمیخوره یه دونه شما اگه به شما میگم احضار میشم میرم میام، مگه به کسی میگم؟ اصلا یه عده میخوام ما اینا رو بگیم که همه بترسن، همه ساکت شن. من اصلا برام اهمیت نداره. اولا یه چیزی به شما میگم، من پرایوت نامبر اصلا جواب نمیدم چون خلاف قانونه، با شمارت باید زنگ بزنی، تموم شد رفت. خب حالا به من زنگ میزنن، تهدید میکنه، دادگاه میریم، احضار میشیم. همین الان من حکم دارم، من حکم قطعی تایید شده دارم، 2 سال زندان دارم که 1 سال تعلیقش مونده. یعنی تو 1 سال اخیر اگه منو بگیرن به هر جرمی هر حکمی به من بدن، 2 سال زندان میاد روش. خب من که حکمشو دارم الان، ولی حالا چیه طلبی دارم از شما بیان بیان کنم غیر از این که گفتنش باعث اولا باعث این میشه که اولا این یه ننه من غریبم بازیه. آقا حرف میزنی باید هزینهشو بدی دیگه، یه تعارف نداره که. طلب میخواد حرف بزنه هزینهشم نده. آقا حرف زدن هزینه داره، همه جا هم داره، کم و زیاد داره، یواش و محکم داره، با لفافه و غیر لفافه داره. خب همین الان همه جای دنیا یارو یه چیزی خلاف سیاست کلیشو بگه دانشگاه میندازنش بیرون. منتها اونا بلدن خیلی اتو کشیده این کار رو بکنن، پدر سوخت بازی رو کاور میکنن، خوشت هم میاد. اینا نه، کاور ماور رو گذاشتن کنار، روک استاد دانشگاه رو اخراج میکنن. اینا یه ذره بی‌عقل‌ترن. وگرنه میخوام بگم، ولی این که حالا من بیام هی اینا رو بگم، آه بقیهش هم میخواد بگو باشه. این اینجا چرا برخورد نمیشه؟ ولی من الان که الان من تو جایگاهی که الان هستم، از خدا مورید شما میدونم، حالا یا از طرز فکر شما. ولی یه زمانی اینجوری استنباط میکردم که نتیجه ایشون گفتن که به نظر من انفعال شما منظورشون بود که چرا شما طلاق نمی‌کنید. ما خیلی ها من یه بگم آره تو تفسیرش بله تو بچه نه اشکال نداره. نه ایشون منظورش اینه که ایشون حرفشون یه جوری مثل شماست، یه مدل دیگه است، مدل حرف زدنشون جوریه. شماشون نمیشناسید، منشون میشناسم. بس یه چیزی بگم، آخه ایشون از سوی برداشت که حرف شما، آقا ایشون منظورش اینه که سید حسن آقا میری طرحو نمیده که ما رو بکشه بیرون، نسخه رو نمیده، فقط میاد درد رو میگه. آف حرف شما دقیقه که ما بالاخره قرار نیست نسخه همیشه که شما بدی، نسخه نمیدونم بس اقتصادی شما نباید بدی، بس مثلا دکتر نیستین که مثلا پزشک متخصص هم هر تخصصی یه کاری انجام میده. اینا درسته دقیقه. هر زمان اینه که میگم شما اگر تخصصتون توی یک زمینه خاصیه، توی همون زمینه باید انتقاد بکنید و تو همون زمینه درستش بکنید. درسته ما به عنوان جامعه داریم زندگیمون خیلی چیزا رو میبینیم، توجه این؟ من هم خیلی انتقاد دارم، خیلی جواب شدید مثل شما، حالا کمتر از شما، ولی خیلی چیزا رو میبینم توی ادارات، میرم سر کله میزنم با بانک، باید یه جور اصلا داست چیز کنم. ولی از من اینه، ببین بعضی از آدم ها مثلا مثل من تک جلسه میان اینجا میشینم، من از حرفای بخصوص انسان شناسی شما واقعا لذت برم، ولی توی ذهن من ایجاد شد که مثلا الان این هم آدم اینجا نشستن، تا ذهنشون همون میشن آدمی که امیدوار میشن به اینکه بعدن
خودشون یه تحرکی داشته باشن، این یه محرکی به خودشون بدن که یه کاری بکنن. بالاخره یه جامعه این به قول شما شده، برای این جمعیتیم باید همگی دست به دست هم بدیم دیگه، همون حرفی شما میزنید ولی اون نسخه وجود نداره. یا اینکه میان فقط دل سرد میشن، یا اینکه خب من دل سرد یه بار میاد عزیزم، دل سرد میشه دیگه میره. خب همین از زمان همینه، ما خیلی از این ما نفهمیدیم بالاخره چند میلیون گوش میدن یا چند میلیون ناامید شدن رفتن. اگه ناامید بشه که دیگه گوش نمیده، که دل سرد میشه میره، خدافظ شما دیگه، دل سرد شده دیگه، دیگه ولش کن. اگه داره گوش میده، داره پیگیری میکنه، داره میره جلساتو میبینه، این چه جوری دل سرد شده؟ غیر از اینکه یه سوال شما میکنم، شما پزشکی؟ خب تو خیابون ببینی یه ماشین زد به یه نفر افتاد زمین له شد، زنگ نمیزنی 115؟ میگه یه نفر تصادف کرده. مگه پزشکی شما؟ اعلان مریضی که پزشک نمیخواد. ما به عنوان یه شهروند میبینیم آقا گرونیه، این که دیگه تخصص نمیخواد. مگه من اومدم گفتم اقتصاد چجوری درمان کنید؟ من میگم ما مشکل اقتصادی داریم، من کار دینیمو میکنم، کار من اینه که بین آدم ها اتحاد ایجاد کنم، کمک کنم همدیگه رو ببخشیم، کمک کنم کنار هم باشیم، با هم همکاری کنیم، با سلایق مختلف حرف همدیگه رو بشنویم. شما تو کدوم جلسه رفتی بتونی وسطش سخنرانی کنی، صحبت کنی؟ جلسه سراغ داری بتونی وسطش حرف بزنی؟ الان همه این منبریه که اصلا تو این کشور میشناسیم، من فرض که منبری درجه 10، از 1 تا 10 درجه، شما منبری سراغ دارید که جلسش برن وسطش سخنرانی کنن آدم ها؟ شما میتونی الان بری توی جلسه مذهبی توی این کشور سوال بپرسی؟ کار نداره که همین الان بری حرم جلسه است برو سوال بپرس، کی جوابتو میده؟ من اگه سوال برام ایجاد بشه میپرسم، ابایی ندارم از سوال کردم. ابایی شما رو کار ندارم، فضایی هست اصلا بری بپرسی؟ شما جلسه ای تو کشور سراغ دارید که برید بشین پا جلسه مردم حرف بزنید، سوال کنید؟ بعضی وقتا اینجا بیشتر از من حرف میزنن آدما، یعنی نمیذاره من صحبت کنم. نه امشب که حالا حرف زدیم، نه بابا چند شب چند هفته پیش بود، من گفتم والله ما حساب بزن من صحبت کنم، آخه نمیذارن، نمیذاشن من صحبت. شما یه همچین جلسه ای سراغ دارین؟ کلا ببینید سید حسن آقا میری تو تلویزیون که نمیاد حرف بزنه، اگه دعوتش کردن رفت یه چیزی گفت. آقا خودش اینجا یه هیئتیه، هر کی که دوست داره میاد، هر کی که دوست نداره نمیاد. حالا هر حرفی که میزنه چرا میاد کل ماه رمضان یه حرف سیاسی بر فرض مثال یه انتقاد نشد، خب حالا اونو نمیبینید. حالا بر فرض اشکال نداره، نه نه اصلا یه چیز دیگه داره دوام هم نمیذارم. نه گوش کن، نه ببین ببین عزیزم، ببین این که شما بگی آقا من یه جلسه اومدم احساس دلسردی میکنم، تو جلسه‌ای که من دارم میگم ناامید نشید کار کنید، شما احساس دلسردی میکنی؟ الان موضوع سخنرانیم چی بود امشب؟ اصلا همین صحبتی که کردم، گفتم آقا هر چقدرم چوبلا چرختون کردن ناامید نشید، بعد شما اینجا احساس دلسردی میکنی؟ اگه اینجوری باشه از اوضاع کشور کلن باید پودر بشی تلویزیونو که باز میکنی، چون یه دریوری هایی تو تلویزیون میگه اصلا باید کلن نام. من دارم میگم همه این مشکلات هست ولی ناامید نشید، وایستید. من وایستادم تو این کشور با همه درد سراش. مواجه خانمی راننده با چند مسافر دو اتوبوس این بیابان داره زیگزاگ میره، یکی از راستا درام میگه آقا چرا زیگزاگ میری؟ میگه همینی که هست. خب میدونم الان منظور تو بگو، نه توضیح بده، بابا وایسا بابا بذار منظور چی بود الان میخوای بگی؟ یعنی مسئولین گوش نمیدن؟ نه 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 شما مسئول برو همینه، شما میگه مایوس نشید نامید نشید، بالاخره یه روزنه هست و حالا آخش پیش. نه من میگم اشکال نداره، اولین نیسکا که اتوبوس وایساد پیاده شو، پیاده شو راه تو، ولی برو با راننده ای که داره زیگزاگ میره بهش میگی نرو، میگه به تو چه؟ با این مسافرت نرو عزیزم. آقا تو بیابانی شما درهای پس داری نرهای پیش داری؟ هیچ وقت جهان اینجوری نیست. تو بدترین موقعیت ها، ببین این حرف هم اینه، تو بدترین حالت ها روزنه هست. مگه میشه؟ میگه آقا ما این همه راجب خدا صحبت کردیم، اینجا گفتیم آقا جون و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا هست دیگه.
خب رو خدا حساب کن. خدا خودش میگه ان الله لا یغیر بقوم، خدا هیچ قوم را تغییر نخواهد داد. الا ما یغیر به انفسهم، مگه اونایی که اتوبوس پیاده شن. تو پیاده شو، اگه اتوبوس خوب پیدا نشود نشستی تو اتوبوس میگید کاریش نمیشه کرد دیگه، همینه که هست. نه همینه که هست نمیشه آقا فده شما، همینه که هست نمیشه، پیاده شو از اتوبوس، کاری نداره که. اینجوری نیست که بگید آقا همینه که هست، الان مسئولین همینجوری هم ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. فکر نمی کنم اینجوری باشه. حالا به هر حال اگه حرفای من ناامید شدید، ناامید نشید، برید حرفای کیو گوش کنید که امیدوارتون کنه. این هم یه چیزیه، ولی من نمیتونم از دردا نگم به بهانه اینکه ناامید میشید، چون دردا هست و اونا داره ناامید میکنه. اتفاقا به نظر من باید دردو گفت، بعدم گفت که آقا بالاخره جهان همینجوری بوده، ما باید اصلاحش کنیم. اول من خودمون شروع میشه. من کارم اینه، کار دینیم تحقیقه که دارم تحقیق میکنم، حرف نو براتون میارم. این حرفایی که من میزنم جای دیگه گیرتون میاد، برید جای دیگه اگه بهترش گیرتون میاد. من تو کار تحقیقی دارم کار خودم میکنم. از اون ورم به عنوان یه شهروند حق دارم اعتراض کنم و از حقم استفاده میکنم، اعتراضم میکنم. این که حالا بر من دردسر درست میشه نمیشه، بشم مالیات چه قرار نیست مردم بدن. ببخشید شما الان به عنوان یه محقق مذهبی و دینی و اطلاعی هم که من از شما دارم اینه که خیلی در بین مردم حضور داریم، یعنی مشکلات ها را نزدیک میبینیم، چون تو شغل مشاغل آزادانه هستیم، مشکلات ها را از نزدیک لمس میکنیم، میایی با مسائل های حکومتی تدریجی می‌بینی به هم نمی‌خوره و مشکلاتی برای مردم درست کرده. حالا من یه سوالی از شما به عنوان محقق دینی دارم، اینه که شما راهکارتون برای اینکه حکومت بتونه سلیقه‌های شخصی را کنار قوانین دین قرآن اهل بیت قرار بده امکانش هست یا نه؟ اصلا ببین مشکل اینه، یه اسلامی تعریف کردیم که با خواست جامعه نمی‌خونه، بعد میگیم حالا چیکار کنیم جامعه با این اسلام بخونه؟ چرا فکر نمی‌کنید شما اسلام رو اشتباه فهمیدید؟ نه اصلا خطوط قرمزی نیست، میخوام بگم این فهم ایناست از اسلام. من که نمیتونم بگم اسلام اینه که من میگم، من میتونم بگم فهم من از دین اینه. حالا کی گفته فهم شما درسته؟ میگیری چی میگم؟ من میخوام بگم اصلا این نیست که اسلام یه چیزیه که با جامعه نمیخونه، حالا یه کاری کنیم با جامعه بخونه. نه اینجوری نیست اصلا اتفاقا. من میخوام بگم فهم اینها از اسلام غلطه که باعث شده روبرو مردم وایسن. دین که روبرو مردم وای نمیسه، دین برای مردمه. چیزی که برای مردمه که روبروشون وای نمیسه که. خب انتقادهایی که میکنی اگر همراه با بلافاصله همراه با راهکار باشه. آخه راهکار، ببین آقا یه کسی تصادف کرده، من زنگ زدم 115 میگم آقا تصادف شده، میگه خب راهکار خود. میگم عزیز من که راهکار بلد نیستم، من دارم مریض تصادف کرده رو میبینم. یه بخشی از انتقادهای اجتماعی اینجوریه، شما مشکل رو داد میزنی چون صدای شما نمیرسه بهشون، صدا من میرسه، من صدا میرسه بعد بگم درد تو رو دیگه. کف خیابون میتونی بری اعتراض کنی، میگیرنت منافق و چه و چی و پرونده برای درست میشه پدردم در میارن. راه اعتراضی سراغ داری تو این کشور شما؟ اصلا شما خودت به عنوان شما معلم بودین درسته؟ شما به عنوان یه معلم بازنشسته الان راهی داری به مسئولین صدا تو برسونی؟ کار نداری، تارگت میزنیم شما تا دو ماه دیگه وقت داری بری شهردار قم رو ببینی. اصلا شهردار کیه؟ برو شهردار قم اگه تونستی نزدیک ببینی که مشکلات تو بهش بگی. ولی من اینجا لایف دارم میتونم مشکلات تو رو بگم. حالا من مشکلات شما رو میگم، میگم بابا حقوق بازنشستگی کفاف زندگیه، یک معلم بازنشسته را نمی کند. میگن راهکار تو چیه؟ من باید راهکار بدم؟ حالا اقتصاد نه، مسائل فرهنگی که من دارم میگم. من چرا اومدم انسان شناسی شروع کردم؟ مسائل فرهنگی کاری که بلدم و که دارم میگم. آدم آقا ریشش اگه تا خودتو نشناسی اصلا نمیتونی قرآن رو بفهمی، چون قرآن با تو واقعی صحبت کرده، بعد تو خود واقعی تو نمیشناسی، یه تصور غلطی از خودت داری، هرچی قرآن میگه میبینی انگار با تو نیست، چون اصلا تو خودت نیستی.
من برای همین شروع کردم، سه سال شد داریم انسان شناسی میگیم. تو مسئله معرفتی اون چیزی که کار خودمه که اونو دارم انجام میدم، اما یه وقت مسئله اجتماعی درد باید بگی دیگه، درد که نمیشه نگی. ولی الان تو هرچی میاد بگی میگن راهکارش کو. آقا راهکاری که من نباید بدم، من دارم بهتون اعلام میکنم صدای بازنشسته ها بهتون نمیرسه. آقا این حقوق بازنشستگی کفاف زندگی نمیکنه. بعد بازنشسته با یه دونه پراید داره مسافرکشی میکنه، پیرمرده، کلاژ بگیر چی بگیر، میزنه سیاتیکش هم میزنه بالا، ده جور مریضی هم میگیره. خب مسئول نمیفهمه اینو، من باید داد بزنم که بفهمه. تو بازنشسته برو جلو چی بازنشستگی کجا حقوق میدن، تامین اجتماعی، 5 تا اونجا جمع شید به جرم اختشاش میان میگیرنتون. خب من که نمیتونم درد شما رو نگم، باید درد شما رو بگم، صدایی که برسه شما رو هم نبرن جایی، بلکه یه باشرفی پیدا بشه یه تصمیم درستی بگیره براتون که آقا واقعا حقوق درست نیست. یه وقت میگی مسئله فرهنگیه، اونه که من بی خب من چیزی که کار خودمه، خودم برادم که دارم انجام میدم دیگه. الان در رابطه با حجاب راکار شما من که هزار عزیزم بتونه هم سلیقه‌های شخصی و هم قوانین راجب اجبار دردین، اصلا حجاب غلطه، اصلا موضوعش چی میگن نعل وارونه زدنه. آقایون گن زدن تو کارهای دیگه شون، میخوان اونو لاپوشونی کنن، هی اینو بولدش میکنن. مشکل این مملکت که الان حجاب نیست، خب مشکل این مملکت بحث اقتصادیشه. این امام جمعه شیراز هفته پیش درست خوشم اومد دیدم یه حرف حساب زده، گفت آقا مشکل این مملکت اقتصادشه، الان اولویت الان اقتصادشه، اقتصادشو حل کن با تا بقیهش. اما بحث اجبار، اصلا بحث حجاب فقط نیست، اجبار در دین. آیا ما در دین اجبار داریم؟ واجب یعنی اجبار یا واجب یعنی ضروری؟ من 10 ساعت 20 ساعت راجب این حرف زدم دیگه تو همین جلسه. مگه راجب اجبار صحبت نکردیم؟ مگه راجب کمال صحبت نکردیم؟ کمال امریس اختیاری، آگاهانه، آزادانه به سمت بهتر شدن. هر کدوم این قیدو نداشته باشه کمال نیست. پس چیزی به اسم اجبار در دین اصلا وجود نداره، چون اجبار بیاد مخالف خودشه. کمال امریز اختیاری، آزادانه، آگاهانه، یعنی با ترس و طمع نه. حضرت علی میگه نه با ترس جهنم دین داری میکنم نه به طمع بهشت. ترس و طمع هم تو رو مجبور میکنه به کاری، بدون اجبار. با اجبار نه، با وعده نه، با وعید نه، آگاهانه، آزادانه انتخاب کنی. شما حجاب رو اجبار کنی انتخابش کو؟ نماز رو اجبار کنی انتخابش کو؟ نماز که حجاب بالاتره، پس چرا نماز اجباری نیست؟ چرا حجاب اجباریه؟ نه، این یه امر اجتماعیه، زن بی حجاب حقوق و حق و ناس رو فلان میکنه. بابا حرف بی خودی نزنید برای خودتون، حرف بی خودی نزنید یه چیز الکی. آقا این چون بی حجاب است حق و ناس به گردنش است. همه 8.5 میلیارد جمعیت تو جهانه، شما باشون مراوده دارید. 99% حجاب فقط تو ایران اجباریه و توی افغانستان، عربستان هم برداشت. هیچ کشور اسلامی توش حجاب اجباری نیست. شما بچه های شما به قول خودتون، واقعیتی هم هست، شما دیگه انسانی شهادت طلبتر از بچه های حزب الله لبنان ندارید. میگه دیگه محور چیچه مقاومت هم هستن، هم واقعا بچه های قدر یا جونشون رو میرن میدن، عملیات استشهادی میرن چیکار میکنن. خب لبنان حجاب اجباریه، چطور بس اینا بیدین نشدن؟ چطور اینا لامذهب نشدن؟ منحرف چطور نشدن؟ چجوری که انقدر ایمانشون قویه؟ از شما بهترن؟ تو 1000 تا چیز؟ چیزی پس چی میگید؟ حرف بی خودی میزنید. یه چیز علکی دارید. بعد هم اصلا کی گفته شما قانونن هم نمیتونید اجبارش بکنید؟ قانونی هم که نوشتید خلاف خواست عمومی جامعه است. این قانون متولد نشده، این قانون سزارین شده، مسیر اصلیشو نرفته، برای همین مخالف داره. من موافق حجابم، مخالف اجبار حجابم. حجاب به عنوان اینکه یه امریه بیا راجبش صحبت کنیم، بیا راجبش صحبت کنیم، اما اینکه بگی اجباریست، نه. من با اجبار نمازش هم مخالفم، اجبار روزش هم مخالف. الان محرمزون میشه انگار جهنم شده، پدر ملت رو در... من بچه رو بردم حرم حضرت معصومه آبخوری رو بسته، رفتم بهش میگم آقا آبخوری برای چی بستین؟ میگه محرمزون دیگه. گفتم محرمزون که محرمزون، اول اینجا ظاهر پذیره، ظاهر که مسافر که روزه نداره، دو اینا بچه است.
تو آب خوردن بسی که روزدار مثلا بچه من آب بخوره به روزدارا توهین میشه؟ این چه مسخره بازیه؟ کی گفته یه همچی حرفیو؟ اصلا یارو زرتشتی روزه بهش واجبه؟ مسیحی روزه بهش واجبه؟ اصلا مریضه، بنده خدا مریضه، نمیتونه روزه بگیره، تظاهره به روزه خوری هم نمی کنه، تو خیابون داره تشنه شده آب میخوره، این چه اشکالی داره؟ اصلا روزه گرفتن من مگه مالیات چه تو باید بدی؟ ببین پس اینا رو که گفتیم حرف اینه. در صورت من از انتقادهای دلسوزانه و منطقه شما تشکر میکنم. اگر در انتهای انتقادتون یه راهکاری به عنوان محقق مذهبی و دینی هم باشه، لایواتون، سخنرانیاتون، بیننده ها و تماشاچی های صحبت هاتون اثرگذاریش بیشتره. این خواهش رو تمنا کنم. آقا سید سلام، شما بفرمایید یه سر راهکار میگید به مردم، میگید آقا متحد باشید، دیگری رو دیگری نبین، خودت ببین، به مسئولین میگید نفاق نداشته باشید، وکیل مردمید، صاحب مردم، این راهکار دیگه. مگه نگو فرام بشینی فیلم غریب رو ببینید، فردا تو سر مجلس فیلم غریب رو پخش کنن، میشه راهکار. این راهکار دیگه الزاماً این نیست که شما بستن عزیزم این جمله که حالا اینا آخاجی که میگه اینا رو دلسوزی و اینا، ولی تو رسانه یه چیزی رو بلد شدن، تا میای یه حرف بزنی راهکارت چیه؟ آقا اولا که به قول شما ما که راهکار گفتیم، من تو مسائل دینیش که هزار بار گفتم، مبنایشو گفتم. خب اما شما از من توقع داری مثلا راهکار اقتصادی بهتون بدم؟ من راهکار اقتصادی، ولی درد اقتصادو که باید بگم، چون من به عنوان یه شهروند دارم زندگی میکنم توی مملکت، ادارتون که کارو عقب میندازه رو که باید بگم، حق دارم بگم. تازه گفتن من هزینش واسه منه، برای شما نیست، ولی حرف شماست. اینا راهکار نذاشتن کسی بره حقو بگه. شما الان برو جلو مجلس میخوای بری اعتراض کنی به نمایندتون، آقا اوضاع مثلا شهر ما اینجوریه، چیکارت میکنن؟ چه مشکلی برات درست میشه؟ وکلا جمع شدن اعتراض کنن، با گازشگاور متفرقشون کردن، وکلا رو، وکیلی که میتونه بره الان اینو شکایت کنه. خب حالا یه تریبونه میشه از توش درد مردمو گفت، درد مردمو دارم میگم، اون بخشش که مذهبیه که دارم به قول شما راهکارش هم هزار بار گفتم. اما این که الان اینجا هم بگن آقا شما این درد رو میگی، ما چیز میشیم، مایوس میشیم، شما میرید اداره دهنتون رو سرویس میکنن مایوس نمیشید، شما پلیس باتون بد برخورد میکنه مایوس نمیشید، پلیس قایم میشه جریمتون میکنه راهنمایی مایوس نمیشید، فلان وزیر میاد چکم سیری حرف میزنه اصلا معلومه نمیفهمه درد شما رو، شما ناراحت نمیشین؟ یه کشور خارجی میخوای بری نمیتونی بری، حالا چه برای تحصیل چه برای هرچی، با دلار 50 تومن شما میتونی بری تحصیل جایی؟ اگه بورسیه نباشی پدر مادرت میتونن بهت کمک کنن با دلار 50,000 تومن؟ یعنی 100 دلار یعنی چند میلیون؟ 5 میلیون تومن دیگه. توی اروپا هم زندگی کنی، قناعت هم کنی، ماهی 2000 دلار هزینت میشه دیگه، یه خونه اجاره کنی، خرج کنی، میشه 100 میلیون تومان. کدومتون باباش میتونه 100 میلیون تومان ماهی بهش بده بره تحصیل کنه؟ نه مریض شده باشی، خدای نکده سرطانی تو خانوادهتون باشه، میدونید داروهاش دونه چقدر در میاد؟ راهکار میخواید؟ راهکار وزارت بهداشت باید بده، دارو باید مجانی باشه توی کشور، دارو که نباید دست دلال باشه، که دارو که اصلا چیزی نیستش که توش سوداگری بشه توش. که خب این من بیام راهکارشو بدم چه جوجه قاچاقو بگیرید؟ من باید بگم آقا کسی که سرطان داره برجی 100 میلیون هزینه شه، اونم تازه دارو رو میخرید، نمیدونی اصل دروغه، آب توشه، دارو توشه، نمیدونی قاچاقچی آورده میگه این 80,000 تا 80 میلیون تومان. من خودم الان همشیرمون زنگ زد گفت یه خانومی آشنامون یه مریض داره، دو تا دارو براش بگین، من دو تا قیمت این ور گفتم 80 میلیون 81 میلیون تومان. تازه طرف گفت ببین قیمتش تو آلمان 100 و اینقدر میلیونه، 2400 دلار بود، یورو بود، گفت این 100 خورده ای میشه،
اینو میرن بعضیا میگیرن اونجا نمیدونم به عنوان چی و قاچاقی یک چیزی 81 میلیون تومان ماهی یه دونهشو باید مصرف بکنه، از کجا باید بیاره مصرف بکنه؟ میمیرن مردم برای نداشتن داروخونه. من نمیتونم نگم که، خب بگم دیگه، این دردتونه باید بگم. خودتون برید جلو وزارت بهداشت فردا برید بگید میان میگیرنتون به عنوان اختشاشگر میبرنتون. خب میخواد من دیگه اینا نگم، فقط همون انسان شناسی براتون بگم. آره اون که اصلا بیمارستانا قتلگاهه، یعنی خدا نکنه بفهمم پول داری که پوستت کنده است تو بعضی بیمارستانا. حالا همشون نه آدم منصفم توشون، من تو دکترا عجیب دیدم، یعنی یه جوری سینوسی آدماش یه جوریه، یعنی یکیشون تو عرشه یکیشون بیخ جهنمه، اصلا تفاوت‌های عجیب غریب همه مدل شدیم. ولی واقعیت اینه که آقا ما مشکل درمان داریم، 40 سالم هست داریم، نمیخواید درستش کنید؟ خواهد نگم اینا رو؟ الان ناامید میشید یه نفر میفهمه چتونه؟ یا میگه حرف و بدون هزینه براتون میگه؟ نباید ناامید بشید که، زبا امیدوار بشیم. آقا یکی درد ما رو گفت، این که ناامیدی نباید بیاره که. حالا بگو شما دیگه. چون مثلا من کنم دو ماه پیش در مورد اون توافق عربستان، سه ماه پیش توافق عربستان شما گفتید که یه توافق خوبی بود و که مثبتی بود، حالا با تمام حالا حاشیه هایی که این دولت داشته یه کار خوبی بود. شاید این دوستان توقعشون این که میگن راهکار، راهکارش قطعا شاید تصورت اشتباه باشه که تخصص نداره. شما تو زمینه‌های مختلف تحقیق دارید و تخصص دارید، ولی حالا مثلا در پزشکی بیایید بخواید که احتمالاً تخصص ندارید، بخواید راهکار هم در اون زمینه بدید. اینکه ایرادات رو فرمایش می‌کنید، شاید مثلا منظورشون این بود که توقع این بود از شما که بیشتر نکات مثبتی هم که حالا یه وقت دست بعضی مسئولین جمهوری اسلامی در میره با زردبین به نفعه یکی مصبتی هست، اونها رو میگه از اون میگه اگر بیان کنی نمیدونم، شاید به تعاون نزدیکتر باشه، به انصاف نزدیکتر. صدا و سیما 6000 میلیارد تومان بودجهشه، 8000 میلیارد تومان هم درآمدشه، یعنی 14000 میلیارد تومان. الان هم که تنها تکلیفش تعریف و تمجید از مسئولینه، من فهم میکنم کفایت میکنه. غیر از اینکه تو این کشور صدها منبر وجود داره، نماز جمعه، نمیدونم حرمها، منبریها، الحمدلله 99% مشغول تمجید و تعریف و توجیه و اینه مسئولینن. عزیزم قرار نیست، من که آدم اینانی، آدم حکومت نیستم بیام ازش تعریف کنم که اگه کار درستی میشه که وظیفه شونه. اونجایی هم که ما میایم تعریف میکنیم، تازه که مثلا داستان عربستان که هنوز وزیر کی بود، عراق بود، کجا بود، گفت در حد یک متن نوشته شده است. باید ما با همه جهان صلح کنیم، با همه جهان باید مذاکره کنیم، از جمله عربستان. دیروز رئیس جمهور میگه ما هیچ وقت عربستان رو دشمن نمیدونستیم. ما دشمن میدونستیم؟ بس تو تمام جلساتتون فوش میدادید. ما دوبار گفتیم آقا به سعودی چی نکنید، 200 تا فوش واسه ما فرستادن که این سعودی فلان ان شاءالله با نمیدونم عمر عبدالعزیز چی بشی، مشهور بشی، ان شاءالله با بن سلمان فلان بشی، چی بشی. ما دشمن میدونستیم. حالا اشکال نداره، فهمیدید اشتباهه؟ دشمنی با هر کشوری مشکله. با بحرین هم برو صلح کن، با بحرین هم مذاکره کن، با مصر هم برو مذاکره کن، با اردن هم برو مذاکره کن، با همین افغانستان، با همین طالبان برو مذاکره کن. رسمیت نمیدی بهشونا، اینا قاصبن، مردم افغانستان آدمن، اما با همینو بالاخره الان دست ایناست، برو حقابتو بگیر. اینکه حرف عجیبی نیستش که. اما این که توقع دارن تو تریبون منم جایگاه داشته باشه، نه عزیز من، 14000 میلیارد تلویزیون میگیره بره تمجید کنه، داره میکنه. امام جمعه تهران برگشته میگه مسئولین اگه اشتباه هم بکنن معذورن، چون نیتشون پاکه. این چه چرندیه میگی دیگه؟ از این بدتر دیگه تمام نماز جمعه شده توجیه کثافتکاری مسئولین. هر مسئولی اشتباه کرد وقتی میفهم بلدیست باید بره کنار، نه که بگی معذوره. چی معذوره؟
اگه اینجوریه که پس خوارج هم معجورن. حضرت علی فرمود، فرمود فرق است بین کسی که دنبال حق بود بهش نرسید و کسی که دنبال باطل بود و بهش رسید. دنبال باطل بود بهش رسید، منظور استفینیاست. دنبال حق بود و بهش نرسید، نهروانیاست. پس با فلسفه شما اینا هم عجر میبرن، چون دنبال حق بودن بهش نرسیدن دیگه. خوارج، حضرت علی گفته تو نهج البلاغه است. چرا دریوری میگی؟ مسئولین حق ندارن اشتباه کنن بعد 43 سال؟ مگه ما موش آزمایشگاهیم؟ بعد تمجید میخواید 200 تا شبکه رادیو تلویزیون داخلی خارجی، الحمدلله که کلی هم سایبری دارید، لشکر سایبری دارید، چه میدونم اجیر دارید، چی میگن تو توییتر اینا استخدام میکنن، چی میگن بهشون، مزدور دارید، نه یه چیز دیگه بهشون میگن، آره پروژه بگیر دارید، پروژه بگیر دارید، تو لندن نشسته قشنگ او تعریف تمجید میگه ایران بهشته، ولی خودش لندن زندگی میکنه، پاشم اینجا نمیذاره تا دلت بخواه. حالا هر چی دیگه، حالا چیه، میخوام به شما بگم الحمدلله دارید یارو 24 طرفداری میکرد، اینا بهش بودجه میدادن، الان به اهل بیت فوش خارمادر میده. اونم تحلیل غلط کرد، فکر کرد که مملکت تموم شد، سری سرخر رو کچ کرد اونوری و توهین به اهل بیت رو بدید. ای بابا مملکت سر جاش مون، الان مونده چه غلطی بکنه؟ بعد همون آدم علیه من لایو میذاش، بودجهش هم از داخل بهش میدادن. آقا تعریف و تمجید هست بسه به نظر من دیگه. تازه اگه شعور داشته باشن، نیش کلام ما تلاست. امام باقر فرمود تب من یوبکیک و حوالک ناسه، از کسی تبعیت کن که انقدر بهت انتقاد میکنه اشک تو در میاره. والا تتب من یزهکک، از اونی که هی به وجدت میاره میخندوند چابلوسی میکنه تبعیت نکن. و هو لکه قاش، اون داره سرت کلا میذاره. ما صادقیم باتون، دروغ دارن بهتون میگن، محبوب نیستید. بگشه میگه الحمدلله روحانیت محبوبه، تو خود جرأت داری بدون محافظ بیا تو میدون تجریش بهت میگم محبوب کیه؟ محبوبید؟ نه عزیزم، قبول کنیم اشتباه کردیم، قبول کنیم راه و اشتباه رفتیم، قبول بکنیم بد رفتاری کردیم، بد گفتاری کردیم. خب بعدم آقا ما مردمیم، مردمیم ما. تو توقع داری از من کاملا عقلایی در چارچوب فلان و چی حرکت کنم؟ منی که مردمم، منی که آسیم، منی که بازداشتم کردی، بردی، اذیتم کردی، داغونم کردی، همه اونا رو گذاشتم کنار، میگم دعات میکنم، بعد دیگه تمجیدم بکن بابا دیگه بسته جون مادرتون، همین که دعات میکنم خیلیه. خب اما خودتون که مسئولید، بودجه به طول مال میگیرید، هی بی تدبیری کنید، تازه بگید معجورم هستیم، چون ما نیتمون خوب بوده، ما به خاطر خدمت به شما دلار کردیم 50 تومن، تورمم 68% بوده دیگه، دارو هم که دستمون در رفته، من پریروز زن و بچه‌م تصادف کرده تو تهران، من رسیدم بالا سرشون، آمبولانس اومده بود و چیزیشون نشده، الحمدلله هیچیشون نشده، فقط یه مثلا حالا مثلا بچه که کلا هیچیش نشده بود، کربن بسته بود و جلو نشسته بود و حالا فقط یه ذره ترس واره، خدا رحم کنه چیزام، خانم هم مثلا یه ذره چیز شده بود، مثلا کوفتگی داشت دیگه، آمبولانس بردم بیمارستان لقمان تهران، پایین شهرم است، تمام کاراشونو خودم کردم، یعنی اون دکتره منو شناخت، به من گفته داشتون میخوای کارت انجام بشه خودت همه کاراتو من مینویسم، همه رو خودت، معطل کسی وای نست، اینجا وایسی پرستار بیاد فعلا این خبرها نیست، من فقط آنجیوکات براش نزدم چون بلد نیستم، وگرنه خودم در آوردم، همه کاراشو خودم بردم اینجا، آقا عکس بگیر، نمیدونم سی تی اسکن بگیر، چی چی بگیر، همه امکاناتی هم بودا، ولی بیمارستان کثیفه دیگه، بیمارستان مردم مثلا کثیفه، کسی نیست اصلا، یک بساطیه دیگه، اصلا یه وضعی بود بیمارستان، پرستارم میخواد کار کنه، امکانات داره کار بکنه، دکترم میخواد کار کنه، دلسوزی هم میکرد، حالا نه که مثلا منو شناخت، با بقیه هم دیدم داره همونجوری رفتار میکنه، ولی به من گفته داشت کاراتو خودت بکن. 7-8 ساعت من بیمارستان بودم، تمام خودم با تخت ببرم بیارم، عکس بگیر بیار دوباره، آقا اینجاش درد میکنه عکسو بگیر، رفت دستگاه آورد مثلا نمیدونم چی بهش میگم، اینا که داخل بدنو میبینه باش، نمیدونم اسمش چی بود، دستگاه همه کارشو خود دیگه، ده شب به من گفتهش بیمارستان کثیفه، تمام آزمایشاشون هم الحمدلله چیزی نیست، کوفتگی وردو ببر زن بچتو مریض میشن اینجا، آلوده است محیطمون، من فقط یه دونه اسپری ضد عفونی و یه دستمال کاغذی تموم کردم.
که این آقا این صندلی رو بزن، تخت رو بزن، چیکار کن، این ور میری بچه دست نزن به این بچه، اونجوری نکن، بشین بر. خب مسئولین تا حالا تو این بیمارستان بردن زن و بچه‌شون رو؟ نیست. اگه یک کسی مثلا، حالا من مردم، هیچیم هم نبود، بالا سر بچه بودم، حالا تصادفی هم میدونید پولی نیست، پول تصادفی پول نمیگیرن که آمبولانس رو برده باشه، البته پولی هم نبود، حالا پولی هم بود من مشکل پولی نداشتم که پولش میدادم، یعنی نگران هیچی نبودم، فقط این که زن و بچه‌م چیزیش نشده باشه. ولی اون که پول نداره، بعد حالا تصادفی هم نیست، بچه‌ش مثلا چه میدونم پشتمون افتاده، پول هم نداره، بعد تو این بیمارستان هم میاد هیچکی به هیچکی نیست، چی میشه زندگیش؟ تخت کثیف، حالا لاتی کرد اون پسر اونجا کار میکرد، یه رو تختی مثلا برای ما گذاشت، خون ریخ میریخته آقا، تی بکش جک بساتی، اصلا باید بیایی ببینی محشر کبراست، داش انگار یه فیلم سینماییه. حالا منم همه چیز سینمایی میبینم بدبختی، اصلا فکر میکردم توی فیلمیم، میگه الان کارگردان کات میده، میگه کات، واقعا اینجوری احساس میکنم، یک بلبشویی. بعد پرستار مگه وقت میکنه 200 تا مریض، همینجوری اینو بنویس بده به اونو بنویس، آی فلانی تافت نمیدونم همراه بیمار فلانی بودو آنجیو بودو نمیدونم چی بودو سی تی اسکن بودو، یک بساتی بود قشنگ، این فیلم متر شیش و نیم بود، اونجوری من یه طرفی حال کرده بودم این فضا رو، عجب سینمای این مملکت، فیلمه ما رو فیلم کردن، بعد از من میخوای تعریف کنم از این کارگردان؟ نه آقا تعریفی نبود، آقای وزیر بهداشت بیمارستانا تمیز نیست، آلوده است، دکترت برای دلسوزی به من گفت زن و بچه تو ببر، گفت داداش من مرخص کردم وردا ببر، عکساشو دیدم چیزی نی کوفتگیه، وردا برو، اینجا آلوده است، بچت مریض میشه، بیمارستان باید آلوده باشه؟ بعد میخوای از این کارگردان مثلا من تعریف کنم؟ من تعریفم نمیاد، همین که دعاشون میکنم خیلیه، چون من قالب نفرین و اینا نیستم، بگو یک شب ها کار زندگی هم ندارید الحمدلله. خب سرشب لاتاس شما گفتی زنبور زده دو روز عذاب کشید، درست شد؟ ما تورم 65 درصدی داشتیم که بیشتر 300 درصده، دوکونی تو بلوار امین بوده پارسال 8 میلیون، همون موقع اینه که میمدید موقع گرفتید شده 30 میلیون اینطورش، خونه پردیسان 800 میلیونی شده 2 میلیارد و نیم، مردم شما کنم های تورم آقای آمدید. خب ما که همینا رو داریم میگیم، به من میگی؟ من خودم تهران مستجر بودم، دارم میام قم مستجری داداش، حالا میگم اومدم اینجا سوار سر کارم باشم، ولی دیگه نمیتونم اون پولا رو پرداخت کنم واقعا. نه حالا من میگم ببین تورم چی میفهمم تو 2 سال، آقا 2 سال 8 تومن شده 30 تومن، میگم اقتصاد داد. خب من میدونم دردو که آقا منم مستجرم، اینو که میفهمم، تازه من صابخونم خیلی انسانه ها، یعنی من حساب کردم الان 4 سال مستجرشم، 4 سال یا 5 ساله حساب کردم، این 2 3 سال اول مجانی با ما خونه داده بوده، یعنی هر چی 2 تا 4 تا میکنم میگم این چجوری خونه رو داده به ما، مفتی انگار داده به ما خونه رو، حرفم به شما اینه، میخوام بگم من میفهمم اینا رو و این درد رو باید بگم. حالا به من میگن راهکارشم، آقا من راهکار اجاره نشینی رو بگم بهتون؟ آقا میری یه جمله، تو خیابون که رفتم 5 تا اجاره دیدم، جوان 20 ساله 22 ساله خودکشی، تو دانشگاه دارم خودکشی میشه، این چی؟ اصلا ما در کی بپرسیم؟ این بلا مشکل سرگاه بودم به من اعتراض داری یا نه؟ خب میفهم، میگم خب من که همینا رو میگم، میگید ناامید میشیم ها؟ خب بچه ها بسته دیگه، 10 دقیقه به 1 و نه، این بسته منظورم که وقت گذشته، من در خدمت تو از میخواد تا صبح براتون صحبت کنم حسن، ولی حالا یه چیزی به شما بگم، از منم دارم میرم تهران اتفاقا داداش، من یه چیزی به شما عرض کنم، یه چیزی حرفمو گوش کنید، تهش اینه که حالا واقعا اگه از حرفای من ناامید شدید، من هدفم ناامید کردن کسی اتفاقا، من ناامیدو سم میدونم و اگه از کارام دارم توی صفحه مجازی میذارم، یه جهتش اینه که بگن اه پس میشه کار کرد،
و شما یه نفر رو پیدا کنید که اومده باشه سراغ من بگی به من مشورت بده و من بهش مشورت کاری نداده باشم، برای کار، برای تولید، برای حالا اون چیزی که من تخصص دارم. من کارم تو فضا مجازی مثلا تبلیغات یه چیزایی بلدم اندازه خودم. خوبه؟ من 2 روز پادگان سپاه سرباز وظیفه بودم، یعنی آموزشی همون 2 روز. یه روزشو جلسه گذاشتم 2 ساعت برای بچه‌ها چجوری کسب و کارتون رو برید تو فضا مجازی. البته نمی‌سم آقای وزیر می‌خواد مجازی رو کلا نابود کنه. خب ولی خب مثلا می‌خوام بگم حتی اونجا بچه‌ها رو جمع کردم گفتم آقا بیاد بچون یاد بدم مثلا لبنیاتی داری چجوری یه صفحه مجازی بزنی که تو مجازی هم یه مغازه داشته باشی بفروشی. به کمکتون کنم یادتون بدم. چیکار کنی صفحه اینستاگرامت رشد کنه، فالوور از منطقه خودت بگیری، بتونی توش کاسبی کنی، بتونی توش جنس بفروشی. خب پس من هدفم این نیست که کسی ناامید بشه، اتفاقا ناامیدی سمه واسه این کشور. اما تعریف و تمجید آدمو ناامید میکنه. آقا این که شما ایراداتو نبینی، الان میگن شما چرا فقط ایراداتو میگی؟ بابا این همه دارن فقط الکی تعریف میکنن، من که فقط تو این کشور حرف نمیزنم. یه حوزه هزاران شلنگ توشه با قطرهای متفاوت، یه شلنگ این بغل ما گذاشیم یه ذره آب میریزه این تو، میگن این چرا فقط این رنگیه همه رنگ. آقا 14,000 میلیارد تومان بودجه دارید تو آموزش توی تلویزیون، فقط دارید ملت رو ناامید میکنید اون تو. چجوری ناامید میشن؟ 1000 تا مشکل داره، میگن مشکلی نیست الحمدلله ما پیشرفت کردیم. طرف میگه من 80 میلیون باید پول بدم ما ننم نمیره. جلو چششون، مادرشون، زنشون، بچهشون میمیره، پول ندارن بهش دارو بدن. این ناامیدشون نمیکنه. من که میگم مسئولی مردم دارن میمیرن بی دارویی، ناامیدتون میکنه؟ اگه ناامید میشید بس من اشتباه گفتم. از این بعد یه جوری میگم ناامید نشید، چون قبول ندارم ناامید بشیم. باید یقین اینا رو بگیریم، حقمون رو باید بگیریم، از اینا حق ملت رو باید بگیریم. منتها من روش خشونت‌آمیز رو قبول ندارم، من خون رو قبول ندارم، نمیتونم خون رو به عهده بگیرم، نمیکنم این کارو. تو گوشم هم بزنه سربازم میگم یکم بزن اینور داداش، من نمیزنمت. آرمان من کشتن کسی نیست به هیچ وجه، مردن کسی هم نیست، مرگ بر کسی هم نیست، آرمان من نیست. خب میگی چرا گفتن خسته نمیشی؟ من خسته نمیشم، نه خسته نمیشم، چون ناامید نمیشم. روزانه امیدم میبینم. تو همون بیمارستانی که من رفتم با این وضع افتضاح دیدم دکتره نه فقط برای منو، داره برای همه سری کار انجام میده. تازه به من توصیه خوبی کرد، گفت معطل پرستارای ما وای نستا، اینا انقدر خستن وقت نمیکنن، مریضتو خودت ببر، من مینویسم عکساشو خودت برو بگیر. خودم بردم گرفتم، تموم شد رفت. یعنی تو همون بیمارستان میبینی دکتره داره کارشو درست انجام میده، میبینی پرستاره. بعد دیگه امکانات بیشتر از این نداره، چه توقعی دارید؟ یه ساختمون دادن 200 تا مریض، یه دونه دکتر و 4 تا پرستاره، چیکار کنه؟ خب من نور اونجا میبینم، برای همین هی میگم، چون میگم نور هست، وجدان هست توی اطبای کشور ما، وجدان هست. خب کمک کنیم با وجدان ها بتونه صداشون بلند بشه. تو آموزش پرورش ما معلم های با وجدان داریم، کمک کنیم صدا اینا شنیده بشه، نه اون 4 نفری که دارن با تعریفاتم چابلوسی میرن بالا. اونایی که دارن دردو میگن بتونن دردو بگن، محروم نشن. خب این بعد اینجوری ناامید میشید، این دیگه حالا من کاری که دستم برمیاد، حالا از این به بعد سعی میکنم یه ذره. من تعریف نمیتونم. آقا ببین چیزی که شما میگی ها، من نمیتونم تملق این آقایینو بکنم، دعاشون میکنم برای هدایتشون، برای اینکه آخرتشون رو به دنیاشون نفروشن، برای اینکه به این کشور خیانت نکنن. اما من نمیتونم بیام تعریف تمجیدی بی خودی بکنم. آخه تعریف تمجیدی نیستش، نداره، واقعا جای تعریف نداره. حالا اون یه مذاکره رفته اینو با عربی، یه کار درست انجام دادم و من همونو گفتم. همون چیو؟ کوریدور چیه؟ ها این چیزه راهنه، این خیلی کار درستی اتفاقا، راهن رشت آستاره، آره خیلی کار درستیه. باشه آجی ببین، این کشور جاده نداره، این کشور راهن نداره، فرودگاه نداره،
باید درست شه. شما میرید که میرید تو همین قطر، میرید امارات، چه میدونم میرید چهار تا کشور رو، میرید ترکیه، تو فرودگاه امام پیاده میشی انگار که از عرش اومدی رو فرش. اصلا باورت نمیشه فرودگاه بین المللی اینجوری نمیشه که. هواپیما نداری، 170 هواپیما داری، یعنی یه شرکت اماراتی دو برابر کشور ما هواپیما داره، باید هواپیما بخرن. هر جوری شده، نو دست دوم زیر 4-5 سال کار کرده، هر جوری شده باید بخرن. کشور راه توش نباشه، جاده نباشه، راهن نباشه، هواپیما نباشه، همه چیش میخوابه، توریستش میخوابه، اقتصادش همه چیش میخوابه. خب بله این چیزا باشه، ما میگیم آقا دمتون گرم، چرا دیر زدید؟ بیشتر جاده ها رو امن کنید، دوبانده کنید، بزرگ کنید، بین راهی ها رو درست کن. بابا بهداشت شما، من الان همین الان دارم میام تهران، بعد از تهران برمیگردم میرم اصفهان صبح ساعت 10، اونجا یه جلسه چیزیه مال همین زنبور منبور این حرفا. خب روز جهانی هم زنبور میریم یه اجلاسی میریم اونجا، ما میریم به عنوان شرکت کننده نه حرف بزن. خب من همش تو جادم، ما بین راهی تنها یعنی تو کشور 2-3 تا دونه جای بین راهی تمیز داریم، همش هم کاریم بچه قومی هست. یکیش هم مهرماه و یکی اون تو قزوین یه دونه هست، تو جاده قزوین دیدن تو همون برای رشت اون سمت، اونم بازی هم بچه قومی هن همشون. کار ندارم چهار تا رفتن، شما یه جای بهداشتی پیدا نمی کنی. بعد میگه توریست، آقای زرقامه میگه توریست، خدا بابا تو بیا مرزه توریست. الان من خودم یک شنبه مهمون دارم، یعنی فقط خوشحالم که از تهران میخواد بیاد قم، سر را ببرمش مهرما پوز بدم بگم ها ببین این ایران اینه، ولی دروغه، میدونید دروغه، همین یه دونه است. توریست بیاد من رفتم چیه این تخت فول چیز تخت جمشید رفتم، من واسیدم گریه بچه من گریزم، خواستم لایو بزنم، گفتن جون مادت موبایلمو گرفتن، گفتم بیا بریم الان شهر درست نکن یه چیزی میگی. آقا یه دستشویی نیست، توریست خارجی اومده توالت ایرانی کثیف، اصلا وایستاده نگاه میکنه، نگاه میکرد به ما، نگاه میکرد به دستشویی. چی شما، چی تمدن شماست؟ اومدید بگید 2000 سال تمدن داریم، بعد اینه توالتتون؟ یه دستشویی نیست، بعد میگه توریست. آقا کشور رو اصلا ول کردین. حالا باز من میگه دورم میگه ما ناامید شدیم، چی بگم والا به خدا؟ این نمیشه نگی، باید بگی درست شه، باید انجام بدیم درست شه، باید تو کارمون تمیز. با من الان دنبال مواد غذایی سالمم، به خدا گریه میکنم بعضی تولیدی ها میرم، چیزی که وجود نداره بهداشت ملت، حقشون نیست اینجوری براشون چیز کار و زندگیشون باشه، حقشون نیست، یعنی واقعا عذاب میکشم. بله چیز خوبم میبینم، کارخونه روغن رفتم از خونه من تمیزتر بوده، یه پیرمرد پیرزنن یا آقای جوونیه، 3 نفرن با همن، اونا دانشمند این کارن، هر روز کارخونه رو ساعت 3 بعد از ظهر با صابون صنعتی چی میشونن، اصلا یه چیز عجیبی باور نکردنی. بچهایی هست، حالا اسمشون نمیخوام بگم، بچهایی هست بی‌نظیر. بله این، ولی من همین یه دونه رو دیدم. خب نمیشه آقا، شما نمیتونی یه کشور اینجوری اداره کنید، من درست نیست واقعا. بعد ما بگیم، شما بگی من ناامید شدم، نه من ناامید نیستم، الان یه دونه مثلا پیدا کردم یه جا روغن، رفتم دارم باش کار میکنم، رفتم یه جا پیدا کردم مثلا محصولات کنجدی تو همین شهر خودمون، همین بچه کشاورز، یک یک تمیز بهداشتی انسان کار، رفتم نمیدونم کجا ماکارونی پیدا کردم، کجا نمیدونم دارم میام دنبال شیره انگور و خرما و چی و خب باشه، ولی تو 100 تا یه دونه درست نیست، باید 100 تاش تمیز باشه. ناامید نیستم، دارم کار میکنم، ولی نمیتونم گزارش ندم اشکالات و مسئول. من همین امروز به یک کسی که دسترسی داره به مسئولی گفتم آقا فلان شهر بدید ببینید تولید شیره تو چه کثافتی داره انجام میشه، درست نیست والا به خدا. خب باشه، حالا من زورم برسه به مسئولی میگم، تریبون بشه تریبون میگم. این که شما نمیتونی به من بگی آقا بیا تعریف کن، کار درست حسابی هم کم انجام میدن، میدونم گفتی اونا توقع دارن. نه شما مخاطبین تلویزیون نیستن اکثریت، شاید شما میگیم یه سری از دوستانی که توی مخاطب مجازی شما هستن مخاطب تلویزیون نیستن، اون نکات مثبتی که شاید حالا بفرمایید شما یه نقطه شاید پیاده زیاد میکنن داشت، نکته مثبت‌تر از اینکه با این وضع من هنوز اینجام و دارم حرف میزنم و دارم کار میکنم.
قطعا استفاده میکنم تو میام با این شرایط. من دارم نکته ای که شاید از فرمایشات دوستان من متوجه شدم، شاید به جای اینکه توقع راهکار دارن اینه که حالا مثلا ولو اینکه حالا همین فرمایشات شما الان توش 10 تا شاید نکته مثبت هم بود، همون یزدو که فرمایش کردید اینو توقع رو دارید که مجموع داتیس، حالا بگم اسمش رو که شما هرزو گفتم من تبدیل کردم شما یا همین مهرما که گفت اینا خب نکات مثبت دیگه، این نکات مثبت رو کنار اون منفیه ولو 10 به 1 هم باشه فکر کنم جذابیت داشته باشه. نه اومد از خودمون سینما رو هم گفت این به اون در باشه که خطوط اشکال نداره، من ترجیح میدم دیگه نیام سخنرانی بزن اینکه بگردم حالا آقا من کارم تحقیق دینیه ولی یه تریبونه شما نمیتونی بابا را اگه این کشور راهکار اعتراض داشت شما میرفتیم کف خیابون کتکتون نمیزدن پرونده سازی نمیشد منم وقتم رو تلف نمیکردم بشم اشکالات مملکت رو بگم. من کارم تحقیق دینیم اون کار خودم میکردم، ولی وقتی نیست و یه تریبونه و دارم میبینم مخاطب من داره ناامید میشه از واقعیت جامعه، من واقعیت رو بهش میگم ولی بهش میگم ببین منم این تو هم تو جایگاه تو هم، ولی داداش منم میرم لغمان بیمارستان لغمان پایین شهر تهران خودم همه کار زن و بچه هم میکنم، منم نم حتی من میتونستم برم بیمارستان خصوصی قطعا زن و بچه هم بردم بیمارستان خصوصی ها، وقتی پولشو داری باید بهشون خدمات بدی، ولی مسئول حق نداره ببره بیمارستان خصوصی، تو باید درد مردم رو بفهمی. با این حال من ناراحت نشدم رفتیم لغمان، گفتم اشکال نداره چه چیزی داره آقا من برم ببینم چه خبره این مملکت. خب رفتیم، حالا خیلی هم همه چی هم بود، امکانات بود، فقط کثیف بود، کسی هم رسیدگی نمیکرد چون نمیتونست کسی رسیدگی کنه، یعنی نیرو به مریض چه میدونم بعد مثلا نیرو بشه 5 برابر، امکانات باید بشه 10 برابر، نیست حالا اینجوری کار ندارم. ما هم رفتیم، خب من دیگه دردو که میبینم که نمیتونم نگم که دردرم میگم، ولی با این حال من تو ایران دارم زندگی میکنم، آقا هر کشوری بخوام میتونم برم به والله، ولی من اینجام، اونه که خیانت میکنم برن، چرا ما بریم؟ چی باعث میشه نرید یا ناامید نباشید؟ اولا که مهاجرت باشه، من با مهاجرت مخالف نیستم، هر که مهاجرت میکنه بکنه، منتها من بچه بسیجی هم یاد نگرفتم میدون خالی کنم. خود پیامبر هجرت کرد. اشکال نداره، پیامبر هجرت کرد برای برگشتن، من که مشکل ندارم تو این کشور، پیامبر واقعا داشتن میکشتنشون، من اینجا زندگی میکنم، من مشکل ندارم با اینایی که رفتن، مشکلی ندارم، اتفاقا به نظر من اینا میتونن تو آینده ایران خیلی موثر باشن، دارن توی کشورهای نرمالی زندگی میکنن، ایشالله ازشون چیز خوب یاد بگیرن برگردن برای کشورمون. این قرار نیست کشور ما اینجوری بمونه که 10-12 میلیون آدمش بیرون باشه، که انشالله همه برگردن تو کشور، ولی من واقعیتش بچه بسیجی هم، میدون خالی کن نیستم، یاد نگرفتم میدون خالی کنم، یعنی مثلا من تو نوجوانیم با خاطرات چمران بزرگ شدم، با خاطرات موساسد بزرگ شدم، اصلا خالی کردن بلد نیستم، جا خالی کردن بلد نیستم به هیچ وجه. الان ما وسط قم داریم زندگی میکنیم، اینجا وسط قمه، کنار حوزه علمی قم داریم کارمونو میکنیم، من خالی بکنش نیستم واقعیتش. الان فیلم غریبم به شما گفتم از محمد بروجردی 1000 برابر این فیلم من حرف دارم برای گفتن، چون با اینا بزرگ شدم، با خاطرات اینا، با خاطرات ابراهیم همت، چه میدونم حسن افشاردی، حسن باقری، نمیدونم مهدی باکری، حمید مهدی و حمید باکری و تو منطقه 1000 جور بهشون تهمت میزدن، داداش اینا رو اعدام کردن، یه بچه 18-19 ساله رو اعدام کردن برای 2 تا جزوه مجاهدین خلق، همین خانواده باکری رو. ولی مهدی باکری جا خالی کرد، لشکر ول کرد، حمید لشکر ول کرد، بهش گفتن حمید تو جزیره جنازه‌اش مونده میتونیم بیاریم، گفت بچه حمید هم میتونید بیارید، گفتن نگو همه اونا حمیدای منم برگردید. من با این خاطر ها بزرگ شدم، جا خالی کردم بلد نیستم هیچ جوره، ولی کسی بخواد بره من مانع کسی نیستم، حق میدم اینجا نمیتونه زندگی کنه مهاجرت میکنه باشه، ایشالله یه روزی وضع کشور ما یه جوری بشه که همه بتونن برگردن ایران. نه مسافرت میریم، مهاجرت با مسافرت فرق میکنه،
امروز فضای مجازی به شما کمک میکنه، حتی لازم نیست خیلی هم پول خرج کنی، پول نداری که آقا یه مسافرت خارجی برو ببین چی میشه. هزینه ها الان یه جوری اصلا یه سفر خارجی نمیشه. ما یه ترکیه رفتیم دو تا دونه بسته‌بندی بیاریم واسه عسلمون، یک هزینه رو دستمون گذاشت ترکیه، تازه نه هتل آنچنانی رفتیم، تو خود نمایشگاه مواد غذایی هتل گرفتیم که پول کرماشین هم ندیم، تو همونجا یه اتاق گرفتیم تو هتل داره، بریم نمایشگاه پیاده میرفتیم میومدیم، دو روز اونجا بودیم. کمرشکن مخارج دلاریه دیگه، خب ما هم که مولتی میلیاردر نیستیم، ولی خب شما از سینما میتونی استفاده کنی، از فضا مجازی میتونی ببینیشون، فرهنگشون رو ببینی، زندگیشون رو ببینی، رابطه داشته باشی فلان. من با جهانبینی با مسافرت مشکل ندارم، تازه من معتقدم خیلی کمک میکنه به باز شدن دیده ها. مهاجرت رو داره میگه، نه من از ایران برو نیستم، ما حتی هر وقت هم میرم خارج دو تا زنگ میزنن آقا برگردی میگیرنت، نمیدونم اون روزی که مسئولی به هم گفت زن و بچه‌ت هم میتونی ببری، میگن میخوای بری دیگه نیای، زن و بچه‌ت هم میتونی، گفتم نداشت من میام زن و بچه‌م هم اینجا، بنده برمیگردم، هر کی به کشور خیانت کرده بره، من خیانتی نکردم، کجا برم، سفتم اینجا وای میستم. پس این که میگی چرا نمیری، دلیلش اینه ما اینجا بزرگ شدیم، اینجا جوب شوره پایین شهر قم، من متولد قیاسی ام، پایین شهر تهران، بزرگ شده پایین شهر قم، خاطرات ذهنیم هم همین شهدا، یادم گرفتم خالی نکنم جایو، همین محمد بورجدی، همین فیلم نیم بند، یک از هزار محمد نیست، یک از هزار محمد بورجدی نیست، ولی همینو ببینید خالی نمی کنه، وای میسته تا تهش هم وای میسته. ولی قبول دارید که از خودتون تجربه هست که ما نردی هیچ هم نمیشه، همین خیلی من به چیزی که معتقدم باید بگم میگم، اگه چیزی رو نمیگم اعتقاد ندارم باید بگم. من با کسی رو در بایسی ندارم، اگر چیزی رو میگم معتقدم باید گفت میگم، هزینش هم میدم. یه مسئول همین چند روز پیش در مورد هم پروفی اشتباهی کرد که یه بچه‌م متوجه شد، اصلا من موضوعم این چیزا نیست. آخه شما یه وقت میگی یه ضرورتی داری یه بحثی، الان از دو هفته پیش تا الان 200 تا مسئولین حرف زدم، مگه ما همشو میام بگیم؟ یه سریش اصلا انقدر مهم نیست که نباید بگی. اصلا من فهمیدم بعضیا یه حرفایی رو میزنن که بیایید بگید. الان یه آقای یه حرفی زده، حتی نمیخوام نزدیک بهش بشم که شما بفهمید کیو میگم. من تنها چیزی که از این آقا میدونم اینه که این مسئول فقط دریوری میگه که تو توییتر اسمش مطرح بشه و چیزی که نداره حیا، اصلا براش اهمیت نداره، میگه بدنامی بهتر از بینامیه. معلومه من به این آدم کمک نمی کنم برای دیده شدن، برای چی کمک کنم بهش؟ اون مریضه، انگار که به یه معتادی تریاک بدی، اون مریضه دیده شدنه. خب معلوم من تو مریضی که قرارشه به کسی کمک کنیم اعتراضم میکنیم، من اعتقاد دارم اونجا که فکر میکنم درمان میشه رو میگم، اونجا که احساس کنم درمان نمیشه برای چی بگم؟ الان دیروز و این و چیه یه پست گذاشتم مال این آقای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای خسرو پناه، راجب آقای برهانی حرف بی‌ادبی زده بود اینا. اصلا بی‌ادبیش برای من خیلی مهم نبود، مهم بود که مسئول فرهنگی کشور میگه یک حقوقدانی که یه جمله گفته اصلا اشتباه گفته، تو فرض کن که من معتقد نیستم که ایشون مثلا موازش موازه بدی داره، قانون مر قانونو داره میگه، خوبه؟ خب شما نسخت واسه یک حقوقدان اینه که محاکمش کنید، بعد شما رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هستی، خب شما بیا برو شورای قضایی عضو شو. مگه میشه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نسخه قضایی بده برای یک اندیشمند؟ من برای این جلوش وای میستم و معتقدم تأثیر داره. آقا تو فرهنگی، حرف فرهنگی تو بزن، تو حق نداری بگی محاکمش کنید. این چه نسخه یه میدی؟ اگه واسه ایشون نسخه محاکمه میدی، ماری که بعد حکم محارب به اون بدی همینجور خودت، مرد حسابی؟ آدم فرهنگی نسخه فرهنگی میده، نسخه قضایی نمیده، نسخه قضایی میده. خب من یا اون آقایی که بچه ها مردم زندان بودن اومد در قرآن میگه اینا زجر کش کنید،
همه همسایه‌مون همینجا میشینه. معلومه من جلوش وای میستم. بچه‌های مردم تو زندانن. تو باید الان به دولت بگی، به قوه قضاییه بگی رحمت، رفعت، الیوم یوم المرحمه. پیامبر با ابو سفیانش گفت یوم المرحمه. تو چهار تا بچه اومدن کف خیابون یه اعتراض کردن، میگی زجر کششون کنید؟ معلومه جلوت وای میستم. بچه‌های مردمو داری به کشتن میدی. و تأثیر میذاره و معتقدم برنامهش تعطیل شد کلا. فقط هم من نگفتم، صد تا دیگه هم گفتن چون حرف خیلی غلط بود. خب اینجور جواب معلومه موضع میگیریم. دنبال درمان هم هستیم. مگه من با یه آقا کینه‌ای داریم؟ آقا همسایه ماست، ما استفاده هم کردیم ازش، ولی حواسش پرت شده. آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی، تو باید نسخه فرهنگی بدی، نسخه سرهنگی میدی؟ اه خب معلومه که اگه امید نداشتم که رأیش رو عوض کنه که اصلا نمیگفتم که. معتقدم تغییر میکنه، تأثیر میذاره رو اینا، تأثیر میذاره میگم. وگرنه یه آقایی از هر روز تو توییتر یه فوشی میده به یه کسی واسه اینکه دیدش. خب معلومه من اسمش هم حتی دوست ندارم بگم، ذهنتونم سمتش بره. حتی اون آدم بیمار واقعا مریض، من برای شفاش دعا میکنم، ولی میدونم نسخش دیده نشدن اتفاقا این آدم، چون مریضه. یه دونه توییت بدون نیش و کنایه نداره این بیماره. چون چه آدمی هستی که فقط میدری؟ مگه حضرت امیر به مالک اشتر گفت این حیوان درنده به مردم مسلط نشی؟ یا بگی حکم علیه یا لا، از این چیزا نداره. خود درنده ای مگه اینقدر میدری همه رو؟ ولی من خود سانسوری نمی کنم. چیزی که معتقدم باید گفته بشه میگم. اونم که گفتم به از این مملکت برو نیستم. بیخریش این مملکت ما هستیم. حالا هر اتفاقی هم میخواد بیفته بیفته. و معتقدم نیستم آدم های بد اخلاق رو بندازیم رو دنده بد اخلاقی. برای همین تو اعتراضات دیدید من میگفتم اعتراض مسالمت آمیز. اینا رو دنده بد اخلاقی نندازیدشون، چون کمکی بهمون نمیکنه. خشونت بیشتر ما رو بیشتر هم دور میکنه. ما باید بتونیم با هم حرف بزنیم، با هم صحبت کنیم. بالاخره ما تش وجه اشتراک داریم دیگه. آقا من عاشق شهدام، تموم شد رفت، وجه اشتراکه. من رفیقایی دارم که خط سیاسیشون 180 درجه با من فرق میکنه، ولی تو راهیان نور با هم رفیق شدیم و همچنان با هم رفیقیم. همم تعجب میکنم ما با هم رفیقیم. یکی به یکی اینا گفته بود بابا آخه آقا میری چه به تو؟ گفته ببین ما یه وجه اشتراک با هم داریم، ما توی یه چیزی با هم مشترکیم. تموم شد رفت. خب ما مسلمونیم، وجه اشتراک نیست که. ما پیامبر اکرم رو قبول داریم هممون، قرآن وجه اشتراک نیست. نه اصلا اینا بذار کنار، خدا رو قبول ندارید؟ مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، خدا. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا اياه. سر خدا بیاد اتحاد کنیم. آقا اصلا همه اینا بذار کنار، ایرانی نیستید؟ من عاشق این خاکم، این کلمه. سر ایران نمیخواد با هم اتحاد کنیم؟ پس هزار تا وجه اشتراک داریم دیگه. خب باشه، من میگم بیاد مشترکاتو. حالا بعضی نمیبینن اینو. نه الان همین تو توییتر من همین امشب دیدم 10 تا فوش جوندار، همونی هم که فوش میدارم من باش مشکلی ندارم و مطمئنم 5 دقیقه با هم. من یه بار همین بگم تمام، یا به یکی از اساتیدمون گفتم اون موقع، حالا مثلا سال 78 79 موقع ما سال دوم سوم حوزه بودیم، گفتم استاد این دانشجوها با ما خوب نیستن، فضای دانشگاه یتونه دوم خرداد بود و خیلی نسبت به مذهبی ها یه جوری بود اینا. گفت که اینا با شما اردو نرفتن، با هم مهمونی نرفتید، مشکلی نه، با اینا یه اردو برو. من با دانشگاه علامه تهران رفتم اردو، بعد فیلماش هست. یکیشون به من چند روز پیش نوشته بود که فیلماتو منتشر بکنم آبروت میره. چیز بازی کرده بودیم، چی میگن الان بهش میگن بازی کبدی، زو بازی، ولی زو بازی که خون و خون ریزی بود و اینا. آره کرکی میگن، چی میگن؟ نه یه اسمش چیه؟ بازی کبدی میگن. آره زو، آره زو بازی. مثلا فیلماش هم هست با دانشجو. من آخون بودم، لباسا رو کندم، زو بازی.
خب باشه رفیق شدیم با هم. من همینی که تو توییتر بهم فوش میده میدونم من از نزدیک، توی قهوه خونه با هم بشینیم چای بخوریم قلیون هم نکشیم با هم رفیق میشیم. پس رفیق بشیم، چون مشکل من این نیست، مشکل من اون نفوذی است، مشکل من اون احمق است که بدتر از نفوذیه. اونا مشکل، تازه همونا رو هم من میگم نجاتشون بدیم، چون دارن عاقبت خودشون رو نابود میکنن و عاقبت مملکت رو و عاقبت جوونا رو. یعنی معتقد نیستم الان نابود شد، نه آقا من بیا کنار آقا جون، این کار نیست دیگه، بیا کنار.